این دیر شود، هر زم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بی گناهی زنجیر شود. نگذار نگذار این انقلاب سیاه ترین و شوم ترین و شرم‌آور ترین روز تاریخ کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردند، آنها بیگانه بودند و کشور ما را فتح کردند، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه این نجدیتر از قادسیه اول آفریدند. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم، پری سفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه‌های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز سه‌شنبه 4 شهریور ماه 2722 ایرانی مادی، 2573 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 26 ماه آگست 2014 میلادی. ای مزدا، به راستی دوروندان با کردارهای خود ما را هراسان می‌دارند، زیرا آنان برای مردم تباهی و ویرانی می‌آورند. توانمندانشان به ناتوانان ستم می‌کنند، با آیین تو دشمنی می‌ورزند، هیچگاه به راستی نمی‌اندیشند و از اندیشه نیک می‌گریزند و روی می گردانند. ای مزدا، کسانی که با کردارهای زشت خود و با ناآگاهی از اندیشه نیک، پارسایی را که نزد دانایان گرامی است از دست می نهند، به همان گونه که تبهکاران بی فرهنگ از ما روی بر می تابند، از راستی دوری می جویند. خردمند گوید کار بر اندیشه نیک کنید، پارسایی را که بنیاد راستی است نگاهدار باشید و بدانید که همه اینها در شهریاری مزدا اهورا پدیدار خواهد شد. ای مزدا، این دو بخشش، رسایی و جاودانگی تو، به روشنایی راه می نماید و اندیشه نیک و راستی و پارسایی، استواری و توانایی مینوی را می افزاید و با این هاست که چیرگی بر دشمنان به دست می آید. ایدون باد. Warning arrives with thoughts rise, beats of our lives joyful revive. Darkness is gone, light is not down, youth rise up, fresh, mighty and shine. Sing your shalom, sing your tohu, sing your shalom. Harmony of ancient love.
great faith. Move forward with wisdom of grace. Your own goodness, do it with heart, do it with love, for the sake of kindness. Hey youth, listen to your soul, follow the path of Asha, in the name of Ahura, seeking your own happiness, in the other's joyfulness. There's always hope in the cold and darkness, as long as we are on the side of righteousness. Keep sacred, Fravaha, good thoughts, good words, hold precious wisdom of the past. Futures bright, ever fresh and ever last. Think of good thoughts, say of good words, do of good deed, be good and lead. Sing Yasham. وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود،
شود وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست. میهن پرستی انگیزه دهنده و سازنده نیروی پشتکار و از خودگذشتگی برای رسیدن به اهداف بزرگ است. پیروزی بر مشکلات بزرگ است که یک ملت و سرزمین را سربلند و سرفراز می سازد. میهن پرستی پرتوانترین عامل ایجاد باور به پیروزی بر دشواری های کلان است که سرانجام پیروزی را به بار می آورد. باور داشتن به پیروزی با اهمیت تر است از خود پیروزی. زنان و مردان میهن پرست یک سرزمین بهترین و پاکترین مردم آن سرزمینند و خوشبخت و سربلند ملتی است که شمار میهن پرستان آن بسیار باشد. میهن پرست به دنبال ستیز و دشمنی با دیگران نیست. میهن پرست خواهان خوشبختی و نیکروزی هم میهنان خود است. میهن پرست خوشبختی هم میهنان خود را بدون در نظر گرفتن قوم، دین، لهجه و زبان آنان همانند خوشبختی خود می داند. آیا یک مسلمان می تواند دارای چنین فروزه هایی باشد؟ مسلمان از ستم وارد شده به مردم فلسطین آزرده و خشمگین می شود، ولی بیدادی که بر هم میهن بهایی خود در ایران می شود را نادیده می گیرد. مسلمان برای جنایتی که در کنار او در حال انجام شدن است دلایل آسمانی دارد و آن را عدالت اسلامی می داند. میهن پرست راستین کسی است که پلیدی این پدیده را حس می کند و می خواهد میهن خود را از این ننگ پاک نماید. میهن پرست یک انسان سازنده است که برای آزادی و آبادانی میهن خود از جان و دل تلاش می نماید. بیدار شدن فروزه میهن پرستی بزرگترین نیرویی است که ما را در مبارزه آزادی راستین کشورمان از چنگال اهریمن اسلام یاری خواهد داد. اسلام گرایی و چپ گرایی که هر دو با میهن پرستی دشمنی دارند ارتجاع سیاه و سرخ. در سالهای پیش از انقلاب برای نابودی میهن پرستی تلاش می کردند و در نتیجه زمینه را برای اجرای خواسته های بیگانگان آماده تر و آسان تر کردند. چپی ها و اسلامی ها پیوسته با تبلیغات زهراگین، با سامانه پادشاهی پهلوی و هر کار سازنده‌ای که در حال انجام بود دشمنی می کردند و این تبلیغات زهراگین آنان عامل آسیب رسانی کلان به میهن ما بوده و سهم بزرگی در گمراه کردن مردم داشته است. با درودی دگرباره هم‌میهنان نازنینم، برنامه امروز را با مطلبی که چندی پیش هم‌میهن و گرانمایه دوستی برای من فوروارد کرده بودن با بازخوانی آن آغاز می کنم. آنچه فرزندان من باید بدانند، آیا می دانید حذف بخش هخامنش از کتاب درسی تاریخ به تصویب رسید؟ آیا می دانید
فرزندان ما دیگر حتی اسم کوروش بزرگ را نمی شناسند؟ آیا می دانید 29 اکتبر روز جهانی کوروش بزرگ است و این روز فقط در تقویم ایران نیست؟ آیا می دانید چند سال دیگر با نابودی کامل تخت جمشید باید سپاسگزار کشورهایی چون فرانسه باشیم که چندی از تخت جمشید را در موزه های خود حفظ کردند؟ آیا می دانید اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشکری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کوروش بزرگ در ایران پایه‌گذاری کرد؟ آیا می دانید کمبوجیه فرزند کوروش به دلیل کشته شدن 12 ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذرخواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود با 250,000 سرباز ایرانی در روز 42 از آغاز بهار 525 پیش از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و به دلیل آمدن قحطی در مصر مقدار بسیار زیادی غله وارد مصر کرد؟ اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان می دهد. او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود. آیا می دانید داریوش بزرگ با شور و مشورت تمام بزرگان استانهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد و در بهار 520 پیش از میلاد تاج شاهنشاهی ایران را بر سر نهاد و برای همین مناسبت دو نوع سکه طرحدار با نام داریک که طلا بوده است، داریک از نام داریوش، و سیکو نقره در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج‌ترین پولهای جهان شدند. آیا می دانید داریوش بزرگ طرح آموزش همگانی و سواد آموزی را اجباری و به گونه کاملا رایگان بنیاد گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند، که به همین مناسبت خط آرامی یا فنقی را جایگزین خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت؟ آیا می دانید داریوش در پاییز و زمستان 519 تا 518 پیش از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی کرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با یاری چند تن از معماران مصری به روی کاغذ آورد؟ آیا می دانید کوروش بزرگ پس از تصرف بابل 25,000 یهودی برده را که در آن شهر و زیر یوغ بردگی شاه بابل بودند آزاد کرد؟ آیا می دانید داریوش در سال 10 پادشاهی خود شاهراه بزرگ کوروش را به اتمام رساند و جاده سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین می رفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت؟ آیا می دانید نخستین بار پرسپولیس به دستور داریوش بزرگ به صورت ماکت ساخته شد تا از بزرگترین کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد؟ که فقط ماکت کاخ پرسپولیس 3 سال طول کشید و کل ساخت کاخ 80 سال به طول انجامید؟ آیا می دانید داریوش برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بود 25,000 کارگر به صورت 10 ساعت کار در تابستان و 8 ساعت در زمستان گماشته بود و به هر استاد کار هر 5 روز یک بار یک سکه طلای داریک می داد و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن، کره، عسل و پنیر می داده است و هر 10 روز یک بار استراحت داشتند؟ آیا می دانید داریوش در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از 500,000 طلا مزد می داده است که به گفته مورخان گرانترین کاخ جهان محسوب می شده؟ این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بودند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز
همراه بوده است. آیا می دانید گاه شمار کنونی ماه سیروس به دستور داریوش بزرگ پایه‌گذاری شد و او گروهی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی بسیج کرده بود. برابر گاه شمار جدید داریوش روز اول و 15 ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای 5 جشن دینی و 31 روز تعطیلی رسمی که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است. آیا می دانید داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه‌گذاری کرد و به مناسبت آن همه جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند؟ آیا می دانید داریوش برای نخستین بار در ایران وزارت راه، وزارت آب، سازمان املاک، سازمان اطلاعات، سازمان پست و تلگراف که همان چاپارخانه را بنیاد نهاد؟ آیا می دانید نخستین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان توسط داریوش بزرگ ساخته شد؟ آیا می دانید داریوش برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزوی از امپراتوری ایران بود سدی عظیم بر روی رود سند بنا نهاد؟ آیا می دانید فیثاغورس که به دلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود، یعنی از یونان، و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش بزرگ دارای یک زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد؟ خب همیهنان نازنینم، افسوس که سرزمین ما، میهن ما در دست دشمن ترین دشمنان تاریخی، جلاد ترین و ستمگر ترین و عقب مانده ترین و پوسیده ترین و گندیده ترین هیولاهای درنده گرفتار است. نیروی میهن پرستی هم میهنانم بزرگترین یاری رسان ما برای آزادی میهنمان است و نیروی میهن پرستی را باید با گفتن تاریخ پرشکوه ایران زمین و نهادینه کردن آن در خانواده ها و به ویژه در اندیشه فرزندانمان، شناساندن این فرهنگ و تاریخ بزرگ به جهان و اعلام کردن اینکه ایران ما 1400 سال است آشکار و پنهان در اشغال اندیشه سربر اسلام و جنایتکار و بشرسوز و آدمخوار محمدی آسیب‌های فراوان دیده است و باید بگوییم ایرانیان و فرهنگ ایران و تاریخ ایران و مردم ایران جدایند از این جانوران، از این درندگان، از این حجاز پرستان، از این سنگ سیاه پرستان، از این باورمندان به سربری، انسان کشی، تجاوز جنسی به خرد و کلان، دست رازی به کودکان، زن ستیزی، دزدی و چپاول مقدس اللهی و محمدی. و اینها هم میهنانم روشنگری هاییست که باید نیرو بدهد با شناخت درست و راست به هر ایرانی و انگیزه و نیروی شگفتانگیز میهن پرستی، میهنی چنین بزرگ با داشتن چنین دستاوردهای یگانه در تاریخ به تک تک ایرانیان بدهد. باید از این خواب مرگ، بی‌اعتنایی، میهن ستیزی، عرب پرستی، دشمن پرستی، جلاد پرستی فرزندان ایران را به در آوریم. آنان بردگانند، اسرایند، مفشویی شدگانند، ستم دیده ترین ایرانیانند. هرچند به ظاهر که میبینید آنان دشمن ترین دشمنند برای بهترین ایرانیان که میهنان آنانند، اما آنان نمیدانند، ناآگاهند، مفشویی شدند،
ستم دیدند، اسیر دست دشمن خیشند، اسیر دست جلاد و اسلامند. و جز روشنگری و جز بیدار کردنه تک تک هم میهنان، هر کدام از ما میتوانی از هر راهی با هر توانی که داری، باید بدانیم این بزرگترین خیشکاری انسانی و شریف و ایرانی ماست. و بارها گفتم هم میهنانم، بیداری ایرانیان، آزادی ایران و ایرانیان از چنگال این هیولای هزار سر خونریز تبهکار فاسد و گندیده. نه تنها مایه نیکبختی و آسایش و آزادی ایران و ایرانیان خواهد شد، یاری رسانه، نیکی رسانی و آرامش و پیشرفت راستی، نیکی روشنایی در آن منطقه جنایت زده خواهد بود و نیکی رسان به همه جهان و بشریت. کدام انسانی است که اینها را بداند بی‌اعتنایی کند؟ اگر ذره ای خرد داشته باشد، ذره ای حس انسانی، میهنی، بشری و اخلاقی داشته باشد، نمیتواند سکوت کند، نمیتواند بی‌اعتنایی کند. بودن ما در میدان، یاری رسانی ما به یکدیگر برای فردی نیست، برای خوش آمدن این و بدایند آن یکی دیگری که ما او را دوست نداریم نیست، برای نجات میهنی است که در حال مرگ رسمی است، برای یاری رسانی به ده ها میلیون هم میهنه گرفتار و زندگی سوخته و تباه شده است، برای یاری رسانی به این جهان است، به جای آوردن خیشکاری پاک یک انسان که باید گام بردارد در دوران زندگیش هر چند سال است، ذره‌ای بر نیکی بیفزاید، ذره‌ای بر شادی بیفزاید، با اهریمن و تباهی و دروغ و رذالت و فساد بجنگد. میهنان گرامی و نازنین من، آخرین برنامه من در ماه آگست در واقع آدینه خواهد بود و امروز گرامیان من برنامه 3 ساعته سه‌شنبه شب از ساعت 6 پس از نیم روز تا 9 شب به وقت غرب آمریکا با شما یاران به همراه کوروش نازنین مدیر رادیو تلویزیون بیداری و آریای گرامی و نازنینم کارگردان برنامه های رادیو تلویزیون بیداری و همکار و همیار خستگی ناپذیرمان مانی بهروز عزیزم در آن سوی جهان با شما یاران خواهیم بود و من از همین حدود نیم ساعت برنامه دقیقاً 30 دقیقه را پشت سر گذاشته ایم. از همین آغاز این دقایق اعلام میکنم گرامیان من، برای یاری رسانی مالی، برای تأمین هزینه های ماندگاری این سنگر ایرانی بیدار، جنگنده با دشمن اصلی، راستگو، نترس و سربازان فداکارش، به یاری این سنگر بشتابید و سهیم باشید با هر میزان از یاری، با هر توان مالی که دارید و یا میخواهید. گرامیان من کوتاهی نکنید، یادآوری میکنم شاید شماری از یاران به هم میهنان برنامه پیشین را ندیده باشید. سرباز میهن نازنین و بزرگوار و سخاوتمند ما که در واقع ستون، یکی از ستونهای اصلی نگاهداری این سنگر بیداری است، $1000 بار گذشته به خاطر دشواری های مالی این سنگر و کمبود هزینه بسیار اعلام مچ کردند و تا کنون تنها $200 در پاسخ $1000 اعلام مچ سرباز میهن عزیز در واقع سوی یاران، دو سه تن از یاران
اعلام پشتیبانی به هم یاری شده. ما 800 دلار کم داریم که بتوانیم 1000 دلار بزرگ مهری و در واقع دست و دلبازی همیشگی سرباز میهن بتوانیم این مچ را به دست آوریم. این 800 دلار را هم میهنانم امیدوار هستم در دقایق آینده هر کدام از شما بخشی از اون را به عهده بگیرید و اگر یارانی میتوانید با ارقام درشت‌تر سنگر رو پشتیبانی کنید. و چون اشاره به وضعیت مالی هم کردم، چند تن یاری یاران رو که ما یاریشون رو در این چند روز گذشته دریافت کردیم اعلام میکنم با سپاس از یاران گرامی من. یاری پیروز بهادر نازنین و عزیزم رو دریافت کردیم، سپاسگزارم پیروز جان. یاری کتبان سرباز بابک خرمدین عزیز، یار گرامی و نازنینمان که قبلا اعلام کرده بودند یاریتان رسید، سپاسگزارم گرامی دوست. یاری بانو پری الف که بار گذشته اعلام کردن دریافت شد، سپاسگزارم بانو پری الف نازنین. و یاری بانو کارمن و کتبان منوچهر عزیز، دوستان نازنینمان رسید و سپاسگزارم. بنابراین گرامیان من، برای دریافت هر چه سریعتر که بسیار هم حیاتی است، 1000 دلار اعلام شده از سوی سرباز میهن نازنینم. 800 دلار ما کمبود داریم و امیدوار هستم که عزیزان من کوتاهی نکنید. میهن پرستان ایرانی، هم میهنان و یارانی که احساس خیشکاری میکنید در این شرایط دشوار میهن و در این وضعیتی که میبینید چگونه دست های خونریز و جلاد این اهرمن پتیاره 1400 ساله که تا کنون صدها میلیون انسان را در این 1400 سال سوزانده است، شکنجه کرده است، تباه کرده است، نابودشان کرده است، بی شمار فرهنگ های بزرگ را از روی کره زمین برداشته است که دیگر فقط نامی شاید اینجا و آنجا در گوشه های کتاب های تاریخی مانده باشد. این آسیب رسانی، این پتیاره، این ویرانگر، این کشتارگر، این هیولا، اهریمن اسلام، اکنون میبینید چه میکند. تکنولوژی کفار و صدها و میلیاردها دلار پول اکنون برخواست است و ادعای فتح کاخ سفید و اروپا و کانادا و سراسر کره زمین را می کند با وحشت آفرینی، با کشتارگری، با ربودن انسانها، با دزدیدن زنان و کودکان و تجاوز جنسی و سرشان را بریدن و بر سر نیزه کردن آشکار علنی و آنها را با سرافرازی در دنیای اینترنتی و مجازی بازتاب می‌دهد و دیگران را هم با النصب روب کثافت اسلام می‌خواهد به وحشت بیاندازد، چون النصب روب یعنی پیروزی از راه وحشت آفرینی و هراس افکنی. بالاترین دستاورد هیولا و کثافت اسلام به جهان است به مدت 1400 سال و باید این میلیاردها انسان، نه میلیونها انسان، صدها میلیون انسان در آن منطقه، تنها میلیاردها انسان بر روی کره خاکی آگاه شوند، بیدار شوند، برخیزند و در برابر این هیولا بایستند تا نابودش کنند. اسلام نه دین است، نه دعناست، نه بینش درونی است، یک مافیای دزدی، یک مافیای جنایت، فاشیسم، توتالیتر، تمامتخا و تا نابود نکند و یا تسلیم و برده نکند دست بر نمی دارد. می‌بینید هر روز خبرها را می‌شنوید و هنوز شمار بسیاری از کسانی که جز روشن فکران و تحصیل کردگان و
تحلیلگران و دکترها و دانشگاه رفته ها و زن و مرد، خود را آوانگارد و فمینیست و پیشرو و ترقی خواه و خلقی و کارگری و چه بود، هر کدامشان یک نامی دارن، لیبرال و دموکرات و اومانیست و هر چی که می نامن، دانسته و ندانسته، از روی خودفروشی و مزدوری و از روی و یا از روی نادانی و انباشته، دروغ در اندیشه هایشان از دوران کودکی و دریافت از این رسانه های چپ و لیبرال و دروغگو و محرف، دانسته و ندانسته، برای ماندگاری این سربرها، این ریپیسا، همه این جنایت ها هم آسمانی اللهیست و قرآنیست و محمدیست و میگویند دین یک میلیارد و نیم انسان است، همان یک میلیارد و نیم برده ریپ شده، کوبیده شده، از زندگی ساقط شده. در درجه نخست به همان یک میلیارد و نیم ستم می کنند، بعد به بقیه جهان با دروغ گفتن، بر پای این دروغ ایستادن، دستاوردهای نیک بشری را دارن گام به گام نابود می کنند، آسایش را، آزادی بیان را، برابری انسان ها را، از میان رفتن تفاوت زن و مرد و تبعیض میان انسان ها را، همه را دارن نابود میکنن، چون خلقی هست. همه نمونه ها را رها کنید، شمال آفریقای برباد رفته، این جنایت های در لیبی و بحرین و حجاز و اینجا و آنجا و الجزایر، هر کجا، بوکو حرام و در آفریقا و همه جا، فقط نمون ما که میهن خودمان را میشناسیم و از آنجا آمده ایم و برا آمده ایم. ببینید در این 35-36 سال چه گردند و میکنند با مترقی ترین و پیشرفته ترین مردم در مناسبات آن منطقه. 35-36 سال پیش این میهن ما را به دست این جلادان دادند، اکنون ببینید با آن مردم، با آن زنان، با آن دختران، با آن جوانان، با آن کهنسالانی که دهه ها ایران را ساختند، عرق ریختند، نسل های چندی را پرورش دادند، ببینید به چه روزی انداختند. آخوندها دانشگاه را اداره می کنند، آخوندها مهد کودک ها را اداره می کنند، این کودک ریپیست ها، این لباد کاران به گونه آسمانی که برایش قاعده و قانون و فتوا هم دارند، باز می گویند اسلام دین مردم است. شعبه سنیش را ببینید، بنگرید به افغانستان، بنگرید به عراق، بنگرید به لبنانی که مسیحیانش صاحب سرزمین خود نیستند، چاقو کشان مسلمان حزب الله را بنگرید، حماس جنایتکار، تروریست، آدمخوار، کودک ربای که حتی مردم خود را به قتل عام میدهد برای اسلامش، آنجا را بنگرید، فرهنگشان را ببینید، رفتارشان را ببینید، زنانشان را ببینید، آموزه‌هایشان را ببینید، از کودکانشان را از 1-2-3 سالگی متنفر از دیگر انسانها، دیگر باورها و فرهنگها، یهود ستیز ژنتیکی بار می آورن. یوتیوب پر از سری بزنید ببینید چه به کودکانشان در این جهان عرب و اسلام زده می آموزند. ببینید یک کودک 2 ساله چه می گوید.
خطر را دست کم گرفته است این جهان. اکنون دیگر اینجا و آنجا گروه های بسیاری دارند بیدار می شوند، اما تا دیر نشده است، تا بسیار دیر نشده است. در یوتیوب فیلم هایی بازتاب پیدا کرده است که در شیکاگو چند تن نوشته های این که ما در آمریکا هستیم با پرچم سیاه داعش سربار در همین آمریکا در خیابان های شیکاگو ایستادند. سالهای سال هستم میهنانم از این سنگر ما میگوییم آن چیزی را که ما گفته ایم و پایش ایستاده ایم. تازه جهان با این همه امکانات و با این همه دانشگاه ها و پژوهشگر ها و چه و چه و چه، ما چند تن با دستان خالی سالهای سال است با خطر کردن نخست جانمان و بعد زندگی و هستی ما ایستاده ایم. اکنون تازه آنها میلیمتر میلیمتر می آید، تازه باز هم به گونه واقعی آشکار مانند این سنگر هنوز نمیگویند. قدر این سنگر را بدانید هم میهنان. معمولا انسان شوربختانه، بسیاری از انسان ها شاید همگانیست، درصد اندکی این گونه نیستند، اما بیشتر مردمان این گونه‌اند. هنگامی که چیز با ارزشی را دارند آن را دست کم میگیرند، متوجهش نیستند. این با ارزش میخواهد کشوری آرام و در حال پیشرفت باشد، پادشاهی مهربان و سازنده و سینه سپر کرده باشد، پلیس مردم دوست و مردمی باشد که سر چهارراه‌ها بایستد، با آنها امنیت بدهد، شبها همه خوابند آنها بیدارند، آن پاسبان‌های پیر و جوان. قدرشان را نمی‌دانند، به ضدشان می‌روند. ایران را به یاد می‌آورید، آن آرامش را، آن پاسبان‌ها را، آن ارتش ملی را، افتخار آفرین را، آن پادشاه یگانه را. فرقی نمی کند، این منتالیتی نابود کننده است. و اگر جامعه ما در برون مرز دست کم، پس از سالهای سال هنوز تشخیص نداده باشد کدام کس، کدام سنگر، کدام سرباز و یا سربازان واقعی هن. چه گفتند، چه کردند، در چه راهی بودند، هنوز در چه راهی هن؟ و چه میگویند و در جهان چه رویدادهایی داده است قدر ندانند. مانند این سنگر کوچک ما ادعای زیادی نداریم، اما ادعای راستگویی، میهن پرستی، پایداری به هر بهایی، با رنج فراوان به خود دادن، از زندگی خود گذشتن، اینا داره را داریم و پایش هم ایستاده ایم. چون همه زندگی ما در این چند دهه گذشته اثبات همین سخنان است. قدر بدانیم هم میهنانم، نه به خاطر من و ایکس و ایکرک، به خاطر خودمان تصمیم بگیریم از امروز، از این لحظه با چشم دیگری ببینیم، عمیق‌تر ببینیم، ژرف‌تر گوش کنیم و بشنویم، پرسش کنیم، چون و چرا کنیم، ریشه یابی کنیم، با نکنیم فقط. خب میرسیم سر میهن تباه شده به دست اسلام، کثافت. البته حیف است از واژه کثافت، ولی در هر حال تا اندازه‌ای بیانگر است. مادریت است، حسن کفتار بنفش را میگویند مادریت است، معتدل است، از اعتدالیون است. در این یک سال اندی از جنایت ذره کم شده است،
چندین برابر بر آن افزوده شده است. از دزدی و فساد کم شده است چندین برابر افزوده شده است. این منتالیتی برده شده در میان بسیاری از ایرانیان که می روند صف می بندند، بخشی از هم میهنان ما، می گویند این بار این یکی بهتر است. به کسی که پوشاک دشمن بر سر دارد و مستراح محمد بر سرش است، به کسی که سوابق 3-4 دهه او جز تروریست بودنش، جز ایران ستیز بودنش، جز در کنار و همکار و همیار دزدان و قتل عام گران در میهن ما کارنامه دیگر نداشته است. شپشک زیر دو بزغاله احمدی نژاد خیلی بد بوده، از این یکی خیلی خوب است. بدوید فرخ نگهدار هم در صف اول ایستاده است، برویم رای بدهیم. تا ایرانی بیدار نشود از پرستش دشمنانش، قاتل نیاکانش، قاتل فرزندانش، قاتل هم میهنانش، سوزاننده آثار تاریخیش، ملت ایران در اکثریت اکنون به گرسنگی و گدایی کشانده شدن. تا مردم ایران بیدار نشود و دشمن اصلی را نشناسد، در برابر این دشمن با جان و توان و مال و عمر و زندگی نایستند. ایران آزاد نخواهد شد. بسن روشن نیست برای آینده ایرانی مانده باشد یا نه. ببینید در این 35-6 سال چه کردند و چه می کنند و ایران را به کدام سو می برند. ببینید چه کردند با اندیشه بخشی از ایرانیان. می بینید به ویژه بخشی از شما میانانم که به ایران می روید و می آیید، بسیاری از شما ها به من زنگ می زنید با اشک و گریه و خشم، بدبختی هایی را که دیده اید می گویید، می دانید. بسیاری از شما بهتر از من می دانید که بیش از 30 سال است میهنم را ندیده. بخشی از زنان و دختران ایران رزمنده، کوبنده، تسلیم ناپذیر به زانو در آوردند این هیولا را، اما زیر زربند این بخش افتخار آفرین میهن ما کوبیده شدند. کجایند مردان ایرانی که به یاری دخترانشان، همسرانشان، خواهرانشان بروند، نه اینکه بروند در صف فاحش خانه محمد صف بندند. چه کردند با اندیشه ایرانی؟ بخشی از این زنان کوبیده شده و مغزشان انباشت از فساد و کثافت محمدی میروند از بام تا شام، لبها را کوچک و بزرگ می کنند، بینی را سر بالا و سر پایین می کنند، لبها را کوچک و بزرگ می کنند و همه جایشان را بر قرآن بر سر می گذارند و ددمنشان چون جایگاهی برای زن ایرانی می خواهد اسلام شادمانند. گمان نکنید از این زنانی که با این شکل و قیافه بریده و دوخته و باز کرده بعدشان می آید، نه، گذاشتن آزاد باشد. اما قرآن بر سر بگذارند، صیغه بشوند، یعنی فحشای محمدی در ایران نهادینه شود. اما نمی گذارند یک دختر پسر به گزینش خودشان دست در دست یک دیگر در کنار یک دیگر کوهنوردی بروند، شنا بروند، راه بروند، در یک کافتریای بنشینند، قهوه‌ای بنوشند. نه، باید در چارچوب کثافت اسلام بردگان زندگی کنند. فاشیزم، نازیسم همین است.
حسن کفتار بنفش که پرزیدنته تازیان و سربران و دست و پابران محمدی در میهن ماست، گفته است سقوط نجف و کربلا خط قرمز ماست. پرزیدنت هست برای ایران، خیلی هم میگویند خندان است و ملایم است و خیلی کارها را میخواهد درست کند و بقیه تندروها نمیگذارند. فقط یک خط در میان میرود کف پای سید علی مفعول جلاد دزد جنایتکار تازی را میبوسد. این بازی های کثیف، این باورمندان به خود اگر بزرگشان اللهشان، همین از شیوهشان. خط قرمزش سقوط نجف و کربلاست، خط قرمزش خوش شدن دریاچه رضایه یا ارومیه نیست، خوش شدن رودخانه های ایران نیست، چپاول و غارت ایران و زیر و روی ایران نیست، خوش شدن زاینده رود نیست. خط قرمزش این میلیاردهای ایرانی به حلقوم بشار اسد و لواطکاران حزب الله و حماس و چه و چه رفتن نیست که ایرانیان خودشان برای یک نان سنگک ماندند. اینها خط قرمزش نیست. خط قرمزش این است که اگر برادران سنی داعشیشان که گفتن میخواییم برویم این گورهای کفار را و رافضی ها را، یعنی همین نجاست خانه های عتبات و آلیات و نجف و کربلا و کثافات را منفجر کنیم، ناگهان پرزیدنت اشغالگر ایران گفته است خط قرمز ما هم نجف و کربلا است. همین یک عبارت، نیازی نیست اگر بروید آمار بگیرید و میزان قتل ایرانیان که نامش را اعدام گذاشتند و چپاول ها و ویرانی محیط زیست ایران با سرعت سرسام آور که متخصصین ایرانی خودشان میگویند ایران از آب و هوای مدیترانه‌ای دیگر به در آمده است و به سوی آب و هوای خشک بیابانی آفریقایی میرود. خط قرمزش آنها نیست. ایران در دست چنین روس بیزادگان مسلمانی در اشغال است. از آریا جان خواهش بکنم، این در هر حال ما یک 40-50 دقیقه را گذرانده ایم. شماره 3 عزیز من، از ایمیل 1 کلیپ شماره 3 را پخش کنید. همیهنان هم فقط کوتاه است، حدود 3 دقیقه. همه هم به یکدیگر دکتر میگویم. دکتر دکتر نباشید اسلام اصلا میدونید فقط با دکترها سر کار دارد. شما ببینید مثلا دانشگاه، حالا دانشگاهی رفته است، نمیدونم از قم بیرون آمده است، از میان اول باید بروند در میان خمره‌ها و مهر تایید که خوردن، بعد سهمیه‌ای اینجا و آنجا به دانشگاه فرستاده شدن، حالا با معدل 8-10 رفوزه هرچی مهم نیست، میدونید که چه خبر است. تعریف دارد میکند از آزادی و شما ببینید این پوسیده های گندیده چه خزعبلات و یاوه ها ایران. بیش از 35 سال است. مانند این بمباران اتمی براندیشه و مغز مردم ایران از کودک و نوجوان و جوان و کهنسال میکنه. و سطح این فرومایگان را ببینید، این جانیان مسلمان باورمند تازی که به ایران ما تاختن. فقط بشنوید، حدود 3 دقیقه هست. شماره 3 را آریا جان. اگر ما نتوانیم بین این ولایت دینی با این مقوله آزادی پیوندی برقرار کنیم، همون سرنوشتی که بر سر جنبش‌های مثل داعش، مثل نمیدونم بنیادگرایی طالبانی سر بیاد،
من از شما به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک صاحب قلم، به عنوان یک استاد دانشگاهی که در این کشور دارید صحبت میکنید و مقوله آزادی رو نقد میزنید، میخوام بگم مرزبندی فهم ما از امر دینی در واقع نسبتش به آزادی چیه؟ مرز بین این ولایت دینی با فضایل استعبادی چیه؟ اینکه تو جامعه ما گفته میشه آقا اگر بگید که ما آدم ها رو با زنجیر نباید به بهش برد، در واقع این آزادی لیبرالیسم چی گفته؟ اومانیسم رو در تقابل با سنت دینی میگه، اصلا در تقابل با دین، با حقیقت دین. خب بعد نکته دیگری که دکتر فرمودن در مورد داعش و اینا، اینم من بگم و مرز من با بوکو حرام، ببینید بوکو حرام شریعت رو زیر پا میذاره، شریعت دین. مرزهای آزادی رو به نظر من شریعت تعیین میکنه و مرز آزادی سیاسی اجتماعی رو هم ولایت الهی که در صورت در هیئت ولایت فقیه تحقق پیدا کرده. من متعلق آزادی من هست یا نه جان؟ این ولایت متعلق آزادی من هست یا نه؟ یعنی من باید آزادان این ولایت رو تن بدم یا نه؟ باید چرا نه؟ انتخاب نه درسته، یعنی قوام تن دادن به ولایت دینی در واقع مقوم آزادیه یا نه؟ آزادی در واقع جزء مقومات این ولایت دینی. ببینید نه، ببینید همینجا، اینجا دیگه ببینید بس این هستش که ببینید این که ما چگونه، یعنی امتها یا افراد، دوتا مقول هست در بشر، در از حیث تاریخی و در مقیاس جمعیش چگونه مسیر رو انتخاب میکنه، آزادی یا بندگی رو، یا فردی، دوتا بحثه. تو مقیاس فردی به هر حال اختیار و انتخاب و اینها هست، تو مقیاس جمعی هم بشر به هر حال با یک تقدیری داره حرکت میکنه، البته اونجا هم اختیار وجود داره. این بحث رو ما قبول داریم، اونجا بحث آزادی انتخابه، اما اینجا دوباره اساس این مغالطه این هست، معذرت میخوام، به نظرم این هستش که شما باز دارید حق انتخاب کردن و صرف انتخاب بین الف و ب رو میگیرید تعمیم میدید، میگید پس این همین آزادیه که در عالم مدرن هست. نه اینو نیست. یه نکته دیگه من بعد بحث داعش رو که فرمودن توضیح دادم که ما حد و حدود شریعت، وقتی اونا میان دختر میدوزن میبرن زندانی میکنن، خب این شریعت رو زیر پا گذاشتن. و بعد نکته دیگه هم زنگ با زنجیر به بهش رفتن. آقای دکتر، حالا من وارد فاز بحث سیاسیش نمیذارم، بله وارد بحث سیاسیش نمیشم، ولی ببینید من کسی، نه من فکر نمی کنم کسی تو این مملکت باشه به لحاظ متحد دینی باشه، انقلابی باشه، بخواد با زنجیر مردم رو به بهشت ببره. و این نیست، این که حالا شخصی حالا میگن این حرف رو، به نظرم بیشتر نزاهای سیاسی است و من هم نظرم همچین چیزی نیست. و انتقاد به آزادی لیبرالی برای با زنجیر مردم رو به سمت کمال بردن واقعا نیست. خب امیرانم از برده تازیان و دانشگاه رفته، تعریف آزادی رو ما آموختیم، دانستیم که آزادی اکنون تعریفش چیست. این فرومایگان، این اراذل و اوباش، سرزمینی بزرگ، ده ها میلیون ایرانی را به اسارت فکر اوگان در آوردند. چون ما بسیار هم میهنانم خائن و مزدور و میهن فروش داریم، شرم‌آور است و دردآور است، اما باید بگوییم و بدانیم شما تا درد را، تا ننگ را شناسایی نکنید، نمیتوانید برای بهبود آن بدبختی و درد و ننگ و زدایش درد و ننگ کاری کنید. نخست باید شناسایی کنید، بپذیرید. پاپ هم در لیست ترور داعش محمدی قرار گرفت، پاپ رهبر کاتولیک های جهان. ال تمپو روزنامه ایتالیایی است، میگوید پاپ غالبا هفته یک بار در میدان سن پترز واتیکان سخنرانی عمومی دارد، برخی اوقات پیش یا پس از سخنرانی به جمع حامیانش که در میدان برای گوش دادن سخنان به سخنان او تجمع کردن می رود. سرویس های امنیتی ایتالیا به او هشدار دادند که در واقع جانش در خطر است و سوء قصد احتمالی به جانش رو در واقع به او گزارش کردند.
اما بخش دیگر خبر جالب تر است. در هفته های گذشته 50 شهروند ایتالیایی برای جنگ در عراق و سوریه به داعش پیوستند. در تمامی کشورهای اروپایی و غربی و حتی از خود آمریکا، مسلمانانی که آمدند به هر عنوانی به کفرستان ها، در اینجا لانه های کثیف و نجس محمدی به راه انداختند، از همه امکانات و قوانین و تسهیلاتی که در اختیار دین و فرهنگ های گوناگون قرار می دهد که از آن پولهای کافرها که همه از آن اسلام است، می دانید که در پایان همه از آن اسلام است، گرفتند و این مراکز را و این گسترش جنایت اسلام در اینجا و کانورت کردن، پیدا کردن آدم هایی که کشش به جنایت و دزدی و فساد و خشونت و با دادن پول و در واقع پدید آوردن امکانات هر کسی را به نوعی به اسلام مشرف کنند. در نسل اولن، در نسل دومن، در نسل سومن متفاوت است. همین هایی که برخواستن رفتن برای بریدن سر همانانی که به اصطلاح ظاهرن آنها هم از آنجا هستن، مثلا سیتیزن شدند یا در آن سرزمین ها برخی زاده شدند، از بریتانیا رفتند، از کشورهای اسکاندیناوی رفتند، از آلمان رفتند، از فرانسه رفتند، از ایتالیا، هر کجا بودند، اینجا 400 تن رفتند، آنهایی را که تازه میدانند و سازمان های اطلاعاتیشان بازتاب میدهند، شاید هم میدانند 4000 تن مثلا از فلان کشور رفته است، اما برای اینکه ایجاد وحشت بیشتر نکنن میگن 400 تن. همین غربی که خوابیده است و فقط به دنبال قرارداد بوده است در این چند سال بعد از کشتن پادشاه ما و دادن ایران و آن منطقه به دست اسلام جنایتکار، یک آمریکایی عضو داعش، در سوریه به درک واصل شد، کشته شد. گفته می شود حدود 3000 تبعه کشورهای غربی، مطمئن باشید هم میهمانم بسیار بیش از این 3000 است. حال خواهید دید در موارد بسیاری در این سال ها، من گفتم بعد دیده چش ما، بعد یک سال، بعد دو سال، بعد حتی بیش از اینی که من پیش بینی کردم بیرون آمده است. حدود 3000 تبعه کشورهای غربی به شبه نظامیان داعش پیوسته، حتی میترسن به اینهایی که همین دیروز جوان آمریکایی را با چاقوی اره‌ای سرش را بریدند و بر روی تنهش گذاشتند و میگویند من که نمیبینم و نخواهم دید و امکان ندارد چون این صحنه‌ای را بخواهم ببینم و اصلا بتوانم تاپ بیاورم. میگویند بعد از بریدن سر که مدتی هم طول کشیده است تا استخوان‌ها و رگ و پی را جدا کند به گونه محمدی، همان گونه که سر گوسفندها را تمرین می‌کنند، عید قربان را که می‌دانید که دلمه‌های خون حجاز را برمی‌دارد، می‌روند مراسم پرستش الله را به جای آورند. خون برایشان لذت بخش است، به ویژه اگر خون انسان باشد، اسلام است. بعد در پایان هم چاقو را میگویند از پشت میان کمر این روزنامه نگاری جوان با فرهنگ و انسان دوست که برای گزارش بدبختی مردم سوریه با آنجا رفته بود فرو کرده است. اینها را میدانند، همه این سالها را دیدند، طالبان و القاعده و جبهه النصره و سلفی و نمیدونم وهابی و این کثافت و آن کثافت و بوکو، میدونم بوکو حرام هم اعلام خلافت کرده است. آها فراموش کردم بگم ایشان هم خلیفه شد. تعداد خلفا داره زیاد میشود، به زودی میان خلفا هم یک جنگ جداگانه، جنگ خلافت خواهیم داشت. مفعول شیعه اش که ایران را دادند دستش، ابوبکر البغدادی هم که شامات را و بعد هم ایران و ترکیه و تا مرز چین را نقشه‌اش را داده است،
آنجاها را میخواهد. عبدون بوکو حرام، همان جانوری که چند صد دختر بچه را برده است، کسی هم دیگر سخنی نمیگوید. بردن بردگان جنسی را، برای جهادگران لازم دارند. همین داعش جنایتکار از ایزدیان چند صد زن و کودک را بردن. بعد اینها میگویند شبه نظامیان داعش، یعنی حتی به زبانشان نمیاد بگویند جلادان داعش، تروریست های داعش، سربر های داعش. این پولیتیکال کورکتنس، آنها هم غرب را شناختند. 36 سال است دارن سنداج می کنند. از خمینی گور به گور آغاز شد، از پشت بام علوی آغاز شد، از 500-600 ایرانی را در کوره آدم سوزی محمدی که از آن کارتر و آن افریته عجوزه جزیره اهریمنی هم بود، از آنجا آغاز شد. صدایی در نیامد، از تیرباران بهترین و تحصیل کرده ترین افسران و مردان و زنان ایران آغاز شد، از گونی کردن فرخروی پارسا، این بانوی دانشمند و خدمتگزار، و بعد او را به مسلسل بستن آغاز شد. داعش، خمینی، شیعه، سنی، طالبان، القاعده، این نجاست، آن نجاست، هر نام کثافتی که میخواهید بگویید، حزب الله، همه با همه یک نام دارند و یک آب و شخار و یک پیام، اسلام است. خودتان را سرگرم کنید هنوز تا بیاین پشت در خانه هایتان سر خودتان را ببرن و زن و بچه هایتان را ببرند، تا بدانید ما ایرانیان 36 سال است برای چه فریاد میزنیم و تنها. و تازه خوشبختی ما را هم نداشته ایم. ما 1400 سال بهره‌مند بوده ایم، تازه داشتیم نفس می کشیدیم، تازه داشتیم در پوشاک ایرانی خودمان با فرهنگ ایرانی خودمان با نام و نشان خودمان آغاز کرده بودیم زندگی کنیم. کارتر که زنده زنده روانت بسوزد، همه ی نجاست های گوادلوپی، شما جهان را به این روز انداخته اید. هنوز هم میگوید شبه نظامیان داعش. بله، نام این تروریستی که به داعش پیوسته است و آمریکایی هم هست، نامش داگلاس مککین است. متولد ایلینوی، بزرگ شده یه مینزوتا، ساکن کالیفرنیا، بله همیهران هم جهان به اینجا رسیده است. یک زن جوان آمریکایی در میان گروگانهای داعش. اعضای یک خانواده یک زن جوان آمریکایی امروز سه‌شنبه اعلام کردند او در میان افرادی است که توسط پیکارجویان افراطی، اینجا دیگه پیکارجویان افراطی، جنایتکاران محمدی دولت اسلامی یعنی همان داعش در سوریه به گروگان گرفته شده است. آنها به دلیل ملاحظات امنیتی از ذکر نام او خودداری کردند. اسوسییتد پرس گزارش داده است این بانوی آمریکایی سال گذشته در حالی که در چند گروه امدادی بشر دوستانه
در سوریه مشغول فعالیت بوده است توسط پیکارجویان مسلح افراطی رو بوده شده است. توف بر اسلام براست. حتما امروز و فردا تهدید میکنن که 100 میلیون دلار بدهید یا سر او را هم خواهیم برید. جمعاً گویا فعلا تا آنجایی که بازتاب دادن 3 آمریکایی در دست این جنایتکاران اسیرند و برده. خب عمیانان گرامی من، میخواهم این چند کلیپ رو با هم ببینیم. برگزیدم گرامیان برخی از آنها 1 دقیقه و 10-20 ثانیه، برخی 2 دقیقه و 4 کلیپ است. آخرین آن 4 دقیقه و نیم است. جمعاً 7 دقیقه شاید یا 8 دقیقه. مایل هستم اونها رو ببینید هم میهنانم که یک برداشت کلی یک بار دیگر داشته باشه. اسلام و مسلمانان را در کلیپ نخست در آمریکا خواهید دید. اسلام و برگزاری نماز عید فطر در خیابان‌های مسکو، نمازگزاران در بریتانیای اشغال شده توسط اسلام سربر در دانشگاه لندن و نماز مرگ و کشتار و وحشت مسلمانان که چند نیم میلیون تنن در فرانسه در میان خیابان‌ها. ببینید هم میهنانه تا بدانید که ما در کجا ایستاده ما، یعنی همه جهان و مردم، و بدانید کسانی که تصمیم گیرنده هستند، دولت‌ها، رؤسای جمهور، پادشاهان، نمایندگان پارلمان ها، سیاستمداران، ژورنالیست ها، رسانه ها، عملکردشان در خور چنین وضعیتی است که اکنون جهان در آن قرار دارد و با سرعت به سوی تباهی بیشتر برده می شود. در خور این وضعیت هست یا نه؟ آریا جان شماره 6 رو هر 4 کلیپ رو پیاپی پخش کنید عزیزم.
Over the last month, City University's Muslim students have been gathering outside on campus for daily prayer. Allahu Akbar! Contrary to other reports, the Islamic Society is not calling the gathering a protest, but they feel that the new rooms provided since the attacks are not adequate for worship. All due respect to this religion, but a Muslim, Allah requires us to pray in a place where only Allah is worshipped. How can a Muslim pray in a place where Allah is not worshipped? Where Jesus, alayhi salam, Allah's in peace and blessings upon him, is worshipped. Where other gods besides Allah is worshipped. This is humiliating our deen. In November last year, two Muslim students were stabbed in vicious attacks near campus. The Federation of Student Islamic Societies said the attacks were part of a string of racist incidents occurring around the university. The attacks have prompted calls for the university to increase security and ensure student welfare on campus. There was consensus between the police and the university and the Islamic Society that the prayer rooms should move. Now, the university isn't awash with space to enable that to happen pretty quickly. So we've done something that was temporary, and it was always a temporary solution to move prayer facilities out of Gloucester and to put them somewhere more central. See, they're saying it's not safe, but at the end of the day, we have lessons in the very same building. So if it's not safe for us to pray in, I'm sure it's not safe for us to study in. The new rooms have been rejected by some members of the Islamic Society. The biggest concern seems to be the issue of sharing space for prayer with other faith groups. The debate remains open as to whether sharing these spaces represents a fundamental affront to the Islamic faith. The university has ruled out the possibility of reopening the old prayer rooms. For now, Muslim students will continue to pray outside until a suitable location can be agreed upon. This is a Friday in Paris, filmed by hidden camera. The streets are blocked by a huge crowd of Muslim worshippers, and it's enforced by private security. This is all illegal in France, the public worship, the blocked streets, and the private security. But the police have been ordered not to intervene. It shows that even though some in the French government want to get tough with the Muslims and ban the burqa, other parts of the French government continue to give Islam privileged status. An ordinary French citizen who was watching the Islamization of Paris decided that the world needed to see what was happening to his city. So he bought a hidden camera and started posting the videos on YouTube. His life has been threatened, and so we're concealing his identity. He uses the alias of Maxime Lepont. They are blocking the streets with barriers. They are praying on the ground, and the inhabitants of this district cannot leave their home nor go into their home during those prayers. The Muslims who are taking over the streets do not have any authorization. They do not go to the police headquarters, so it's completely illegal.
These Muslims have been granted unofficial rights that no Christian group is likely to get under France's laïcité or secularism law. So it says people have the right to share any belief they want, any religion, but they have to practice at home or in the mosque, synagogues, churches and so on. Some say these Muslims must pray in the street because they need a larger mosque, but Maxime has observed cars coming from other parts of Paris, and he believes it's a weekly display of Muslim power. They are coming there to show that they can take over some French streets, to show that they can conquer a part of the French territory. If France faces an Islamic future, it took a Russian to write about it. It's the best-selling novel, The Mosque of Notre Dame, 2048, a bestseller in Russia, not in France. The French publisher Jean Robin says the French media ignored the book for being politically incorrect. So Islam is seen as the religion of the poor people. And so you can't say to the poor people, you're wrong, otherwise you're a fascist. That's how it goes. The book lays out a dark future when France has become a Muslim nation and the famous cathedral has been turned into a mosque. Whether that plot is far-fetched depends on whom you ask. Muslims are said to be no more than 10% of the French population, although no one knows for sure because French law prohibits population counts by religion. But the birth rate for Muslims is significantly higher than for native French. Some Muslim men are said to practice polygamy, a charge this man faced, in some cases with each extra wife having children and collecting a welfare check. With Islam, it's not only a problem of numbers. The problem of Islam is a problem of really principles. Is Islam a political ideology or is it just a creed? French philosopher Radu Stănescu is an Islamic expert who debates Muslim leaders on French TV. It doesn't matter how many they are, the problem is the people who follow Islam are there somehow in a political party who has a political agenda, which means basically implementing Sharia and build an Islamic state. From the 1980s until just recently, it was a social taboo to criticize or oppose Islam, and so the government and media effectively helped Islam spread throughout the country. We were expecting Islam to adapt to France. Now it's France adapting itself to Islam. About the veil, this Muslim says Europeans should respect Muslim dress. This woman says the veil is in the Quran, and we only submit to God and nobody else. Even if many government elites in France are in denial over Islam, the people in the streets increasingly are not. And they're becoming fed up with what they see as the growing Islamization of this country. They've started staging pork and wine aperitifs or cocktail parties in the street. They're patriotic demonstrations meant to strike back against Islam. Another national demonstration is planned for this Saturday. It looks as if a public backlash against Islam has begun. The French Parliament will debate a new burqa law this month. And this French leader has a warning for the West and for America. We cannot accept the development of such practice because it's not compatible with the life in a modern society, you see? And this question is not only a French question. You will all have to face this challenge. Dale Hurd, CBN News, Paris. بله همیهنانم، چهار کلیپ از چهار پایتخت مهم کشورهای بزرگ دنیا بود، از واشنگتن، مسکو، لندن و پاریس. در اون کلیپ نخستین که دیدید و مراسم کثیف و جنایتبار در خاک آمریکا در برابر کنگره برگزار میشد، در واقع نام به اصطلاح برای این اکانت که این کلیپ رو بازتاب داده بسیار بسیار جالب هست. نام این اکانت هست رادیو فری دارالحرب، رادیوی آزاد دارالحرب، جهان کفر که در آنجا پرچم اسلام و جنایت و سربری و خونریزی بر بالای بام‌ها نیست و مردمش مسلمان نیستند و محمدی و سربر و عمری و خونریز و علی سربری نیستند. میدانید که نامش یا دارالکفر است یا دارالحرب، یعنی باید آنقدر جنگی تا این کفار را
در واقع به تسلیم و اسلام درآورد و یا سرشان را گوشتاگوش برید و زن و بچه و دارایی هم از آن آنان هست. و در زیر کلیپ هم در این اکانت نوشته شده که آمریکا از آن اسلام است نه از آن شما. اسلام همین است همینانم. فاشیزم مطلق، سیری ناپذیر و مأموریتش با باوری که دارد این است که پرچم جنایت اسلام باید در سراسر گیتی برافراشته شود. داعشی ها و بسیاری از جنایتکاران، شماری از آنها در همین چهار کلیپی که پخش کردیم از چهار گوشه جهان، از چهار پایتخت مهم جهان، شماری از ریپیس ها و آدم کش ها و سربرهای داعش از همین هایی بودن که شما دیدید در خیابان ها نماز می خواندن یا خودشان حضور داشتن در همان کلیپ ها، در همان روز و همان ساعت هر کجا که است، و یا خانواده هایشان اونجا بودند. واشنگتن پست گزارش داده است مداخله زمینی راه حل دولت اوباما برای متوقف کردن داعش است، اگر البته گالف بازی بگذارد و ایشان هم خدای نکرده تصمیم بتواند بگیرد و یا میشل جان به ایشان اجازه بدهد و یا امدادهای غیبی که خیلی از اجازه ها را به ایشان ندادند و یا اصولا خودش دوست ندارد و فقط صدای آدان را دوست دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کاخ سفید به کشورهای سنی منطقه به ویژه عربستان التماس کرده است که از نفوذ خود روی رهبران عشایر سنی عراقی استفاده کنند و آنها را متقاعد سازند با نیروهای داعش بجنگند. این رهبر بزرگترین دموکراسی، اقتصاد و همه چیز جهان، حسین اوباما رو میگویم، پرزیدنت ایالات متحده آمریکاست. آمریکا و جهان را به خاک سیاه نشانده است و کشانده است. همان رئیس جمهوری است که با چنج که چنج دارد میآید و بی سوادان و خلقی ها و مغشوی شده ها پا برهنه رفتند و ده ها میلیون به او رأی دادند. چنجش همین بوده است آمریکا ضعیف و زمینگیر باشد که اکنون خودشان دیگر از خجالت دارن میمیرن، میگوین متحدین ما امارات متحده عربی و مصر که به اصطلاح هم پیمانان ما هستند، تازه بعد از اینکه آن بلا را سر عالی جناب مبارک آوردند و پشت میله‌های زندان محاکمش کردند، آن 30 سال ایستاده در برابر جنایتکاران در آن منطقه، تازه میگوین باز مصر هم پیمان ماست، بدون اینکه اصلا به آمریکا خبر بدهند، رفتند خودشان دارن مراکز جنایت سربران محمدی در لیبی را که ارتش لیبی دیگر یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است، رفتند به او کمک میکنن، بمباران کردن، به آمریکا اصلا اطلاع ندادند. آمریکا دیگر نه احترامی دارد نه جایگاهی دارد، چون کاخ سفید در دست ایشان است. حالا واشنگتن پست میخواهد ایشان مداخله زمینی بکند برای متوقف کردن داعش. با کدام منتالیتی؟ همان منتالیتی که هفته پیش آمد بدون کراوات ایستاد، با عجله یک کت بر تنش کرده بود، 2 دقیقه تا 3 دقیقه از بریده شدن پخ سر جیمز فولی گفت، 6 دقیقه بعدش در زمین گفت داشت بازی میکرد با خنده. او میخواهد تصمیم بگیرد نیرو ببرد. اگر میخواست که به این ورطه کشانده نشد، چگونه نیروهای آمریکایی را بعد از آن همه بدبختی ها و فاش خوردن ها و هزاران هزار جوانان آمریکایی تک پاره و معلول و لط و پار، چرا نیروها را از آنجا بیرون کشید که بدهد دست مالکی که برود دست
حرامزاده های کارتر، اشغالگران میهن ما. آنجا عرصه تاخت و تاز سپاه سربر قدس و قاسم سلیمانی سردار بزرگ اسلام و بقیه جنایتکاران و سپاه بدر و چه و چه شود، بعد داعش زاییده شود از آن همه کشت و کشتاری که در آنجا به نام شیعه انجام داده بودند. ایشان میخواد نیرو ببرد آنجا، چه بکنن؟ مگه نیروها را بیرون نکشید؟ اصلا جزء پیام ها و وعده های انتخاباتی این نابغه جهان بوده است. افغانستان را هم به آن روز خواهد کشاند. مردم یک نیمه نفسی دارن میکشند، آنجا را هم به خاک سیاه خواهد نشاند. التماس کرده است به سلطان حجاز که روی پایش افتاده بود که تو نفوذ داری، به سربرهای سنیت در عراق بگو حرف تو را اگر می شنوند، بروند به جنگ داعش. سیاستمداری را می بینید؟ این فارین پالیسی سوپر پاور جهان شده است هنگامی که دست یک حسین می افتد. در همین رابطه سناتور مارکو روبیو عضو سنای آمریکا گفته است اگر ما کار بیشتری برای کمک به شرکای عراقی خود و سوری‌های میانه رویی که با داعش می‌جنگند انجام ندهیم، بیمان دارم که جیمز فولی، همان خبرنگاری که سرش را گوش تا گوش به گونه محمد و علی و عمر گور به گور بریدند، او تنها آمریکایی نباشد که به دست آنها کشته می‌شود. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تاکید کرد که راه حل دولت اوباما برای متوقف کردن نیروهای داعش در سوریه و عراق مداخله زمینی در منطقه است. این روزنامه نوشت 3 سال پیش و زمانی که به اوباما تاکید می‌شد که از مخالفان میانه روی سوریه حمایت کند، یک دلیل آن این بود که ناکامی در انجام این کار منجر می‌شود فضا برای جناح‌های رادیکال‌تری که سرانجام به خارج از سوریه می‌روند و منطقه را تهدید می‌کنند باز شود. هرچه اوباما مدت زمان بیشتری منتظر بماند، ضرورت اقدام علیه این گروه ها آشکارتر می شود. ولی در این حال گزینه های پیش روی وی نیز غیر فعالتر می شوند. مثلا کسی کره برایش خورده می کند برای آمریکا. چه کار می کرد؟ مصر می ماید، مثلا جنرال السیسی می ماید به ایشان اطلاع می داد که ما داریم می رویم لیبی، بیشتر از این نابود نشود، سربرهایش را برویم بمباران کنیم. ایشان بگوید نه نروید. اعتمادی دیگر کسی به آمریکا و سیاستهایش ندارد. به اینجا کشانده است در این 6 سال آمریکا را. واشنگتن پست نوشت هیچ رویکرد جدی علیه داعش نمیتوانند صرفا روی عراق متمرکز باشد. و این همان کاری است که آمریکا تا کنون کرده است. افراد گرایان عراق و سوریه را به عنوان یک منطقه عملیاتی تهدید می‌کنند و آمریکا نیز باید همین کار را انجام دهد. یعنی عراق و سوریه را با هم در نظر بگیرد. حتما یک التماسی هم بشار اسد باید بکند. آن زمانی که با یک بیل می‌توانستی جلوی آب را بگیری، نگرفتی، اکنون با هزاران فیل نمیتوانی بگذری. آقای سیاست مدار هارواردی که ادان مسلمانان برایت زیباترین و نوای خوش است، بر اساس این گزارش همان گوره که اوباما گفت آمریکا باید به دنبال شریک بگردد. آره برو بگرد. از جمله کردهای عراق و سوریه، رهبران قبایل سنی در عراق، همان هایی که داده بودی دست شیعیان که سرشان را ببرن. اون سنی های عراق را میگویی یا کدام سنی ها را میگویی؟ وارد کردن آنجای چه جدیدند آنها؟
همانایی که تحویل قاسم سلیمانی دادید؟ که شیعه بازی راه بیفتد؟ که بعدن این پروژه جنگ کشتار شیعه و سنی همچین با حال و هوای داغی پیش برود؟ کدام سنی های عراق را گفته ای؟ بیشترشان طرفدار صدام حسین بودند و هستند؟ بعثی ها را میگوی؟ کدام را میگویی؟ بله، و افراد باقی مانده از ارتش آزاد سوریه که 3 سال پیش میتوانستی بروی و جلوی این وضعیت از وضعیت این چنینی پدید نمی آمد. سور در سوریه همه سربارها جمع بشوند، القاعده برژنسکی در آنجا برود جانی تر از خودش بزاید. بله، به دنبال شریک بگردد از جمله کردهای عراق و سوریه. همان به کردهای ایزدی خیلی کمک کردید، دستتون درد نکند. بگذارید یه چارتا و نصفی انسان نیک در آن منطقه باقی بماند، یا آنها را هم میخواید به دم تیغ بدهید؟ بله، در صورت فراگیر بودن آن و افراد باقی مانده از ارتش آزاد سوریه، به راستی انسان هم خندهش میگیرد و هم گریهش، که کمک کردن به آنها مستلزم حمله آمریکا نیست، بلکه به مداخله زمینی نیاز دارد و اوباما پیشتر این کار را با اعزام حدود 1000 مشاور نظامی به عراق انجام داده است. زحمت کشیده است. در پایان این گزارش آمده است که اگر اوباما یک هدف منسجم و یک استراتژی برای تحقق این هدف را تنظیم و آن را برای مردم آمریکا تشریح کند، در این صورت فرصتی معقول برای کسب مجوز کنگره جهت اقدام علیه داعش در سوریه خواهد داشت. هرچه آمریکا مدت زمان بیشتر منتظر بماند، داعش پایدارتر و مستحکمتر می شود. خب از کجا می دانید که ایشان نگران است مثلا از این مسئله؟ یا بعدش می آید خیلی دید. من و میلیون ها انسان دیگر که سر در نیاوردیم. مجوز پروازهای شناسایی بر فراز سوریه. مقامات پنتاگون میگویند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مجوز پروازهای شناسایی بر فراز سوریه که گام اولیه برای انجام حملات هوایی در آسمان آن کشور به شمار میرود را صادر کرده. چقدر زحمت کشیده است. از مرخص که برگشت است گفته یه کاری بکنیم، یه چند تا بفرستیم برای شناسایی یا عکس گرفتن از این حرفا. اونها هم دارن میبرند و میدزدند و ریک میکنند و نابود میکنند. هنوز هزاران هزار ایزدی در کوه ها ماندند گرسنه و تشنه. بله، نیویورک تایمز نوشته است نگرانی کاخ سفید از این است که چگونه میتواند نیروهای داعش را بدون اطلاع دولت بشار اسد هدف حمله قرار دهد. خب بروید با او هم چلو کباب بخورید که او اجازه بدهد. مقام های پنتاگون روز دوشنبه گفتن پنتاگون هواپیماهای شناسایی با سرنشین و بدون سرنشین را به سوریه اعزام کرده است. به گفته آنها واشنگتن از ترکیبی از هواپیماها از جمله پهپادها و هواپیماهای جاسوسی U2 در این پروازها استفاده کرده است. یک مقام دولت آمریکا گفته است اوباما این پروازها را در اواخر هفته جاری مجاز کرده است. آنها میگویند دولت آمریکا قصد ندارد به دولت بشار اسد درباره این پروازها اطلاع بدهد. درود بر شما همیهن نازنینم کتبان آلبرت. 100 دلار اعلام یاری کردند. با درود به بانو صفاری نازنین و مانده نباشید. واژه برک در عربی همان برق یا درخشش است که از شمشیر علی و
عمر که شمشیرشان همواره برق میزده و آماده کشتار بوده گرفته شده. من مسلمان نیستم، ایرانیم. زنده باشید آلبرت نازنین و گرامی من. من در واقع این معنا را از واژه بارک نمیدانستم، چون حالا خوشبختانه یا شوربختانه عربی هم آنچنان جالب نیست. من فکر میکردم در پیوند هست با مبارک و تبریک و باریکلا و اینجور چیزا، و گویا پشم شطور باشد برک. نمیدونم، شاید این چم رو هم داشته باشد. خب همیهنان نازنینم، نیمه برنامه را 10 دقیقه است گذرانده ایم و تنها آلبرت عزیز و گرامی $100 اعلام یاری کردند. خب من سپاسگزارم از همه یاران و هماندیشان که با توضیحاتی که من در آغاز برنامه دادم درباره وضعیت مالی سنگر و $800 کم بود برای دریافت $1000 اعلام مچ سرباز میهن، خب نه زنگی زده اید و نه اعلام یاری کرده اید. سپاسگزارم و گویا تنها آلبرت عزیز بیننده و شنونده هستند. از کارمن و منوچهر عزیزم به ویژه فراموش کردم بگویم بسیار سپاسگزارم که در یاری که فرستاده بودید با بزرگ مهری بی پایان در واقع یادآوری کرده بودید که میدانید فردا زادروز کوروش نازنین، این مرد میهن پرست و فداکار، مدیر رادیو تلویزیون بیداری هست و به او شاد باش گفته بودید. از شما یاران نازنین و ارج گذار و نکته سنج و بسیار مهربان سپاسگزارم و هنگامی که به کوروش گرامی گفتم ایشان هم گفتن از شما دو یار نازنین سپاسگزاری کنم. و من هم به نوبه خودم فردا 27 آگوست را که زادروز کوروش گرامی، دوست، همکار، همرز و همیار سنگر بیداری به مدت سالهای بسیار، با همه دل به او شاد باش میگویم. برای خود و عزیزانش، دلبندهایش، آرزوی نیکبختی و تندرستی میکنم. برایش آرزوی سرفرازی روزافزون میکنم، چون او بسیار سرفراز است و سرفرازیش را به اثبات رسانده است. برای او تندرستی و درازای زندگی و میدانم میهنمان ایران به داشتن فرزندی چون او و نیای بزرگمان کوروش بزرگ به داشتن نوه‌ای چون او سرفراز است و افتخار میکنه. سپاسگزارم از یاران نازنینم و توجهتون برنامه و یک جهان سپاس به آلبرت عزیز و گرامیم. از نیمه برنامه معمولا من طولانی تر دقایق بیشتری رو همیهنانم که یک استراحتی هم بکنم. سه‌شنبه ها برنامه طولانی هست، استراحتی هم در واقع به شما یاران بدهم. اما این دو کلیپ را که برگزیدم به راستی سفارش میکنم همیهنانم چای، قهوه، شراب، نوشیدنی، هرچی که مایلید داشته باشید، ولی این دو کلیپ را به دقت ببینید و بشنوید. عزیزانی که انگلیسیتان خوب است، خب در هر حال نیازی به خواندن زیرنویس نیست، اما زیرنویس پارسی دارد. عزیزانی که شاید برخی واژه‌ها را به اصطلاح نمی‌دانید و یا انگلیسی آنچنان روانی ندارید و مانند من هستید، زیرنویس پارسیش رو بخوانید. دو کلیپ برگزیدم که در هر دوی آنها خردورز، دانشمند و ژرف‌اندیش دوران معاصرمان ریچارد داوکینز که قبلا هم از او کلیپ پخش کردم، در واقع او را خواهید دید. در کلیپ نخستین در یک مناظره و گفتگویی هست با یک مسلمان محمدی دانشگاه رفته هم هست طرف، مانند همونی که دیدید داشت آزادی رو برای ما تعریف میکرد. آقای دکتر آزادی این است که نوکر ولایت باشی، همه چیز باید در چارچوب اسلام باشد تا آزادی معنی بدهد. داکینز با این مسلمان عقب مانده که تحصیل کرده هم هست و خیلی هم شیک پوشیده است مناظره میکند و دقیق بشنویدم میانونم تا بدانید این منگولیسم محمدی که من میگویم چیست، این پوسیدگی مغز
این گندیدگی مغز که خودشان هم نه خجالت میکشند از این حالتی که دارن، حتی خودشان خواهید چنین میگه. فرض کنیم که من اشتباه میکنم ولی من باز باور دارم. به چی؟ داکینز میگه شما باور داری که پیامبرتان محمد، البته احترام میگذارد، نمیگوید با الاغ بالدار، با اسب بالدار با آسمان رفته است. آقای دکتر مسلمان میگوید بله قبول دارم. این از فاجعه جهان، مصیبت زده، جنایت زده، پوسیدگی زده و خشونت زده اسلام و بلایی که بر سر انسان ها می آورد. نه این که گمان کنید آن انسان هایی که در آن منطقه مادرزاد جانی و دزد و فاسد و زنستیز و کودک ریپیست زاده می شوند، نه، همه انسان ها یکسان زاده می شوند. محیط فرهنگی و آموزه هایی که در اندیشه آن کودک می کنند، صحنه هایی که از کودکی می بیند، رفتار پدر و مادر، بستگان، خیابان، مدرسه، استاد، آموزگار، دبیر، بقال، چقال، همه این هاست که انسان را، این ها آن چیزهاییست که فرهنگ یک انسان را می سازد. آنها جنایتکار و ریپیست ساده نمی شوند. همان نوزادان را خانواده‌ای با فرهنگ در یک گوشه جهان بردارد و ادابت کند و ببرد در کشور خودش. می بینید انسان های درجه یک اسلام نابود کرده است. این را باید انسان ها بدانند، نه اینکه این نژاد جانی به دنیا بیاد، یکی نژاد همه نابغه به دنیا می آید. بعد کلیپ دوم را برگزیدم برای کلیپ نخستین از دوست نازنین روشنگر و همرزممان شباهنگ عزیز، سپاسگزاری میکنم. کلیپ دومی را که من برگزیده بودم و دیدم شباهنگ نازنین همان کلیپ را برای من فرستادن، در هر حال این دو کلیپ را، کلیپی را که من برگزیده بودم هم میهنانم در واقع گفتگوی ریچارد داکینز است با نابغه دوران ما استیون هاکینز، که میدانید انسانی است که در واقع حتی نمیتواند سخن بگوید، معلول است و البته با تکنولوژی و ابزاری که در اختیار دارد و یکی از نوابغ کمیاب دوران معاصر است. خواهش میکنم هم میهنانم این زیرنویسا را بخوانید و یا عزیزانی که انگلیسی خوب میدانید دقیق گوش کنید، که داکینز میگوید در واقع آغاز پیشرفت و دانش با پرسش آغاز می شود. همیهنانم کتاب کوچک گاتاهای ما، آموزه های اشو زرتشت اسفند، ما نیای بزرگ من، دست کم 4000 سال پیش، فقط پرسش می کند از هنجار هستی، از دانایی بزرگ، از اهورامزدا، زیر ساخت فرهنگ هنگامی که با پرسش باشد آن جامعه پیشرفت می کند. انسان ها این زنجیرهای پوسیده و باورهای گندیده ی تزریق شده از کودکی است که از انسان ها موجوداتی عقب مانده و پس مانده پدید می آورد، چون اجازه پرسش ندارند. تعبدی است، تحمیلی است، قالبی است، بیرون از آن سرت بریده می شود. پرسش، کنجکاوی، هنگامی که بنمایه یک انسان شد از کودکی، او میخواند و میخواند و میخواهد بیشتر بداند و پیش میرود و پیش میرود و این دانش و ساینس با این دستاوردهای بزرگ برای انسان، معالجه بیماری هایی که تا چندگاه گذشته فقط درو میکرد و میکشت، این دانش است، این ساینس است و با پرسش آغاز شده است. شک کردن، تردید کردن، اشو زرتشت با خدایش، با اهورایش گفتگو میکند، نه اینکه او به این چیزی را وحی میکند، زرتشت به او میگوید و از او میپرسد
و با خرد خود دریافت می کند. ایرانیان این را دادند و محمد ابن عبدالله دزد کودک ریپیست علی سربر عمر کشتارگر را گرفتند و جهان بدبخت اسلام همه. این دو کلیپ را با هم ببینید و از آریا جان خواهش میکنم ایمیل شماره دو که دو کلیپ هست پیاپی پخش بکنید و بله همین. امیدوارم بعدا زمان باشد کلیپ های مهم دیگری هم هست برگزیدم. همیهنانم هم در این فاصله که حدود 10-11 دقیقه هست گرامیان من جدی بگیرید این فراخوانی من رو، فقط یک آدینه مانده است و ما با کمبود بسیار بسیار سنگینی روبرو هستیم. عزیزان من در میدان باشید و احساس مسئولیت کنید، نه نسبت به من. من هر چه کردم و میکنم گزینش خودم بوده است، هر بهایی دادم خود خواستم. من بر هیچ کسی و بر میهنم، نه منتی که ندارم، هیچ میهنم و کودکان هم میهنم بر من منت دارند. اما گرامیان من، هر کدام از ما باید پیشکاری خودمان را، یعنی وظیفه خودمان را که بایدیست، به جای آوریم. یک جهان سپاسگزارم دوست و یار نازنینمان بانو کردیه گرامی و یگانه. 500 دلار اعلام یاری کردند و برای زادروز همسنگر عزیز و گرامی کوروش. سبدی گل به پهنای ایران زمین و با درود ویژه به دلاور بانوی سنگر بیداری بانو صفاری. اسلام دشمن بشریت است و بایستی برای نابودی آن همه انسان ها بکوشند. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر بانو کردیه گرامیم، یار نازنین، پشتیبان همیشگی. درود بر آلبرت عزیز و نازنینم. ما در واقع با اعلام یاری این دو یار نازنینمان 200 دلار دیگر هم میهنانم کم داریم. از برنامه گذشته بعد از 3-4 روز این برنامه هم 2 ساعت پشت سر گذاشتیم، هنوز 1000 دلار 4 روز پیش اعلام مچ از سوی سرباز میهن با یاری سخاوتمندانه بانو کردیه که اعلام کردند و آلبرت عزیزم با 100 دلار هنوز 200 دلار دیگر کم است. خب ایمیل شماره دو را آریای نازنینم پیاپی پخش کنید. هم میهنانم با هم میبینیم و چشم راه تلفن ها و اعلام یاری و پشتیبانی شما عزیزان هستم. I mean, do you actually believe in your Muslim faith? Do you believe that Muhammad split the moon in two? Do you believe that Muhammad flew to heaven on a winged horse, for example? I pay you the compliment of assuming that you don't. No, I do. I believe in miracles. You believe that? Yes. You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. I believe in miracles. I believe in revelation. I mean, the point here is that let's assume I'm wrong, Richard. I'm wrong. Let's assume I'm wrong. I'm wrong. I'm happy to concede that, Richard. I'm happy to concede it. I'm wrong. All religions are wrong. God does not exist. We're all mad. I care about what's true. I'm an educator. I'm a scientist. And I want people to understand the truth about the universe in which they live. That's what I care about. And I regard religion as a distraction, and in some cases a pernicious distraction from true education. Which I love and value the way you value and love your God. Can you not do both? Well, so long as they don't contradict each other. There's a divide, Richard. As long as they don't contradict each other. But if you actually believe Muhammad flew to heaven on a winged horse, that's an anti-scientific belief. And that could be wrong. But it bloody well is wrong. But that doesn't change. That doesn't change. How do you know it's wrong? Oh, come on. You're a man of the 21st century. No, I'm just asking. It comes back to my original question. The rational position is the agnostic. I mean, the rational position is the agnostic position. Why up there? Rational position. I didn't say up there. I didn't pick a place. Okay, why would a winged horse be the way to get to heaven if it's not up there? I asked a question about. You asked about proof.
I'm all for saying I can't prove it, but can you prove he didn't do it? I mean, this is the end all debate. Can I prove he didn't fly to heaven on a wing horse? I'm just asking on your criteria. I'm just asking on no, your No, I can't prove it, and I can't prove it wasn't a golden unicorn. But I'm fascinated that you'd rather talk about what animals the Prophet may or may not have used 1,400 years ago, rather than talk about what Muslims or Islam is doing in the world today, good or bad. Well, that seems to be the distraction. If anyone's okay. distracted, it seems to be you. Well, that's your view. I'm fascinated by how somebody, a respected, sophisticated journalist in the 21st century, can believe that a prophet flew to heaven on a winged horse. Let me ask you this. Are all people who hold beliefs in God and in miracles and the supernatural, do you regard them all as intellectually inferior to you? I regard those beliefs as intellectual nonsense. I don't regard the individuals as intellectually inferior to me, because many of them palpably are not. A personal question from me. You talk about how to teach children that there is one God, or that God created the world in 6 days, that is child abuse. To even teach your children religion is child abuse. So, I have a daughter. I teach her about Islam and the horse. Am I guilty of child abuse? Do you teach her the world was created in 6 days? No, because Islam doesn't teach that, Richard. I'm delighted to hear that. I ask. Okay, let's open up to the audience. We've been talking about God, evil, war, terrorism, bringing up your children, living a good life, religion and happiness, science versus religion. Who would like to answer the first question? Yes, you? If the Almighty God appears suddenly on the cloud or on the earth or part of the universe, what is your reaction? Are you going to believe, or are you going to go against him? What would it take for you to believe in God, not just miracles? Yeah, I mean, popping his head through the clouds. Yeah, that's the thing I've worried about a lot. obviously, it would do wonders for the book. Would the world be a better place if religion disappeared tomorrow? Yes. Despite all the good things we discussed, yeah. Do you recognize? It does make me chuckle that you mock me for believing in a prophet that flies into a heaven, but you believe in lots and lots of universes that you can't show me, prove to me, test to me in a lab, as a basis of getting out of believing in a God and a prophet. I'm astonished that you should compare the two. I'm comparing the lack of evidence for the two. Well, you cannot use your own intuitive common sense in order to diss physics. I mean, if you could do that, we wouldn't need physicists. I mean, they are very sophisticated people. They do mathematics. But there are physicists like Paul Davies who have dissed the multiverse theory as being nonsense. Well, Paul Davies would rather take the view that there's something mysterious in the origin of the universe, and that's another perfectly respectable physicist's view. Steven Weinberg, the Nobel Prize-winning physicist. It's respectable if a physicist holds a view about mystery in the universe, but not if anyone else holds it. If we're talking about the origin of the universe, that is a problem in physics, yes. Let's end with a couple of quick questions. If, as Christopher Hitchens, the late Christopher Hitchens wrote, religion is ineradicable, and as you put it, harder to get rid of than smallpox, doesn't this basically mean that whatever motivations you have, no matter how passionately you're driven and love for the truth, you are essentially wasting your time? I would never admit to wasting my time trying to propagate the truth. And I think I can claim a modicum of success with the people that I've written, have read my books, the people who've attended my lectures. It's a doctrine of despair to say that we're stuck with religion for all eternity. The religions of ancient Greece and ancient Rome and the Vikings have all dead. Nobody believes in Jupiter or Thor anymore. And I have great hopes that the same is going to be true of the God of Abraham. For me, the essence of what scientists do is not maths or experiments, abstract thought, or even applying for research funding, but asking questions. Newton wanted to know why things fell to the ground. Darwin, why animals were different in different places. I'm on my way to talk to Stephen Hawking about some of the questions we are both still asking.
I want to ask him his views on evolution. As a physicist, does he think that the origin of life on Earth is just a happy coincidence? The existence of the Earth and the properties that made it possible for biological life to develop depend on a very fine balance between the so-called constants of nature. If they were more than slightly different, either planets like the Earth would not occur, or the chemical processes necessary for life would not take place. One might take this as evidence for a divine creator, but an alternative explanation is what is known as the multiverse. The idea is that there are many possible universes. Only in the small number of universes that are suitable will intelligent beings develop and be able to ask the question, why is the universe so carefully designed? What happened before the Big Bang? What happened before the origin of space and time? In Newton's theory, time was separate from space and ran from the infinite past to the infinite future. However, Newton's theory was superseded by Einstein's general theory of relativity. This allowed the beginning of the universe to be like the South Pole, with degrees of latitude playing the role of time. Asking for a time before the beginning would be like asking for a point south of the South Pole. Can one assume that insects and bacteria will survive us if our so-called intelligence leads us to destroy ourselves by nuclear war or other disasters? Yes, I think you've got an excellent point. We happen to survive by our intelligence, and so we think that's the way you should survive. But from a bird's point of view, say a swift, they would think that flying is the way you survive. Eyes are said to have evolved some 40 times independently. Flight has evolved 4 times independently. But it looks as though intelligence, at least verbal intelligence of our kind, has only evolved once. And so that might suggest that it's a pretty esoteric way of surviving. It seems to work very well for us, of course, and we're doing very well. We're overpopulating the planet with it. But if we go too far with it and destroy ourselves and destroy much of life, then of course you're right that other ways of survival will take over, bacteria prominent among them. One can't help asking, why are you so obsessed with God? Well, I noticed that you brought up the question of God and I didn't. When you ended A Brief History of Time with "For Then We Shall Know the Mind of God," I suspect that you were using God in a sort of Einsteinian sense, a euphemism for the mystery at the root of the universe, that which we don't understand. But most people use the word God for a person, God as an answer to scientific questions. Then I think it is scientifically pernicious, because it distracts people away from the hard work of answering scientific questions. It's just too easy to say, oh, God did it, therefore we don't need to answer the question. Looking to the future, do you think there will be scientific geniuses in a world of supercomputers? Our picture of the universe has been transformed by brilliant individuals like Newton and Einstein, who have made great leaps in the imagination. Computers cannot make such leaps, so I think there will be plenty more Newtons and Einsteins in the future. Thank you very much indeed. Thank you. In the not too distant future, there are certainly going to be major problems. Problems about climate change. Problems about increasing density of population. There will be a problem too about power. How are we to generate power? Science will produce the answer. What the answer will be, I don't know. But I'm perfectly certain that it is science that will find it for us.
با درودی دیگر باره و درود بر هممیهنمون با نام آرش که در پایان دیدید که در واقع کار بسیار بسیار سازنده و موثری رو کرده بودن و به فارسی برگردان و زیرنویس گذاشته بوده. حتما هممیهنانم آگاه شدید که حماس جنایتکار تروریست محمدی و اسرائیل بر سر یک آتش بس نامحدود اعلام شد که توافق کردن و طبق روال پسندیده اسلامی راستی شرم‌آور که بر روی پیکر زنان و کودکانی که در واقع حماس آنان را تک تک کرد و انداختن به گردن جهودان صهیونیست اعلام پیروزی کردن، در خیابان‌ها ریختن شیرینی پخش کردن بر روی خرابه‌ها و روی پیکر کودکان و زنان بدبخت اسیر فلسطینی در دست جنایتکاران محمدی. گفتن پیروز شده این بر صهیونیست. این منتالیتی عقب مانده زورگو بی شرم فقط از آن اسلام است، فقط از آن اسلام است. نزدیک 2200 تن تکه تکه شدند که بسیاری حدود حتی میگویند 400-500 تن آنان کودک بودند که میدانی زن و بچه ها را جمع میکرد از همانجا موشک را میزد به طرف اسرائیل که اسرائیلی بکشد، جهود بکشد برابر دستور پیامبر و خلفای نجس سربرش. اسرائیل هم پدافند از خود، نه اسرائیل، هر کشوری، هر دولتی، هر دموکراسی بزرگی حق دارد از خود و از مردمش و از کشورش پدافند کنه که جنازه ها را بیارد بگذارد در برابر دوربین و به جهان بگوید این شهید بازی ها و این منتالیتی بی ارزش دانستن جان حتی عزیزان خودشان. اسلام این است، مسلمان باورمند این است و عاشق خون و خونریزی و شهید بازی و که بعداً نرینه ها بروند و اسلام را گسترش بدهند و همه چیز این جهان و مردمان دیگر از آن آنان باشد. اگر هم به درک واصل شدند، حواله های سکسی فقط در آن جهان در فاحشه‌خانه الله منتظرشان است. برای یک آتش بس نامحدود که با تلاش های ستایش برانگیز دولت مصر به رهبری ژنرال السیسی فرزند نیک مصر که تنها کسی بود که کشیده ای محکم به گوش همه جهانخواران و غارتگران و پروژه پردازان خون و جنایت اسلام کوبید. با تلاش های مصر که میدانی دشمنی که حماس که اخوان المسلمین است با مصر و ملت مصر و خود السیسی دارند کمتر از دشمنیشان با جهودان نیست. بله، جشن گرفتن، در خیابان‌ها ریختند، از همان جیغ و دادها و تیراندازی هوایی و صداهای چندشاور و هل هل کل کله پیروز شده ایم، پیروز شده ایم برای اسرائیل و صهیونیست‌ها. همیهنانم جستاری رو از کوشای نازنی برای تان بازخوانی میکنم که آگاهی های
بایستنی که شاید بسیاری از هم میهنان ما این آگاهی ها را ندارن، چون در اختیار آنها رسانه ها و میدیا نمیگذارد. درباره اورشلیم است و اسلام و ریشه های خونریزی. از آریای نازنینم خواهش میکنم، در هر حال من با ایمیل شماره 3-6 فرتور هست که به همراه این نوشتار، با سپاس از کوشای نازنینم، مایل هستم که هر از گاهی نشان بدهید این 6 فرتور را، که عزیزان ما هم مشخصاتی را که و بناها رو کوشای نازنین هم توضیح دادند، در واقع آشنا بشوید و بدانید که چی چی هست. کوشای نازنین هم نوشتند: اورشلیم، اسلام و ریشه های خونریزی. شهر اورشلیم در فاصله 50 کیلومتری از سواحل شرقی دریای مدیترانه در جنوب تپه های جودیا یا جودا قرار دارد. در درازای تاریخ 52 بار به آن حمله شده است و 2 بار به کلی با خاک یکسان گردیده است. از 4000 سال پیش از میلاد مسیح در آن زندگی وجود داشته و یکی از کهن‌ترین شهرهای دنیاست. بر طبق تورات و داوود پادشاه و رهبر دینی یهودیان، حدود 1000 سال پیش از میلاد مسیح اورشلیم را به عنوان پایتخت برگزید. پسر او سلیمان نخستین پرستشگاه یهودیان را در اورشلیم بنا نهاد. این پرستشگاه که به معبد سلیمان معروف بود، در روی تپه‌های مورایا که مشرف به اورشلیم است بنا شده بود، که بعدها آن را معبد نخست یهودیان نام دادند. این پرستشگاه در سال 586 پیش از میلاد با یورش بابل به اسرائیل با خاک یکسان شد و بختالنصر یهودیان را به اسارت گرفت و به بابل آورد. در سال 538 پیش از میلاد کوروش بزرگ پادشاه ایران بابل را فتح کرد، یهودیان را آزاد نمود و آنان را یاری داد تا به سرزمین خود اسرائیل بازگشته و پرستشگاه خود را بازسازی کند. ساختن پرستشگاه دوم یهودیان که در زمان کوروش بزرگ آغاز شده بود، در زمان داریوش بزرگ به پایان رسید و 70 سال پس از ویرانی پرستشگاه نخست، یهودیان توانستند دوباره در پرستشگاه خود آزادانه نیایش کنند. در سال 445 پیش از میلاد، خشایارشا پادشاه ایران فرمان بازسازی اورشلیم از جمله ساختن دیوار شهر را داد و اورشلیم دوباره آباد و پایتخت اسرائیل گردید. آثار تاریخی بازمانده بسیاری در حفاری‌ها از سنگ نوشته‌های آرامی و عبری این دوران در اورشلیم و اطراف آن به دست آمده است. در حمله اسکندر به ایران، همه سرزمین‌های خاورمیانه از جمله اسرائیل در سال 334 پیش از میلاد زیر کنترل مقدونی‌ها درآمد. سپس سلوکی‌ها و دیگر ملت‌های یونانی تبار بر اسرائیل حکومت کردند. در سال 63 پیش از میلاد رومی‌ها قدرتمندترین امپراتوری غربی شدند و جودیا یا سرزمین یهود و پایتخت آن اورشلیم را زیر حکومت خود درآوردند و هرود که از دست نشاندگان محلی بود را فرماندار و حکمران اسرائیل کردند. او در آبادانی و گسترش اورشلیم تلاش بسیار نمود. برای زیبایی و آبادانی شهر کوشش بسیار کرد. دیوار شهر را بازسازی و قصرها و برج‌های بسیاری ساخت و تپه معبد یهودیان را و محوطه اطراف آن را گسترش داد. این محوطه را در زبان انگلیسی تمپل ماونت می‌گویند. سنگ‌های بزرگی که وزن آنها به 100 تن می‌رسد در ساختمان این محوطه استفاده شده است که هنوز پابرجاست. در سال 6 میلادی اسرائیل مستقیما زیر حکومت روم قرار گرفت
در سال 70 میلادی در جنگ رومی ها با یهودیان، پرستشگاه دوم که هرود ساخته بود ویران شد و سرزمین یهودیان به دست رومی ها افتاد. میان سالهای 66 تا 135 میلادی یهودیان سه بار بر علیه حکومت روم در جودیا شورش نمودند. در سومین شورش که در سال 135 میلادی روی داد، یهودیان به رهبری سایمن بر کخبا علیه رومی ها قیام کردند. رومی ها پس از خواباندن این شورش و کشتن نیم میلیون یهودی تصمیم گرفتند نام سرزمین یهودیان را از جغرافیای آن زمان پاک نمایند و سرزمین یهودیان را که جودیا نام داشت با سوریه که همسایه اسرائیل بود با هم ادغام نموده و آن را سوریه و فلسطین نام گذاردند و نام اورشلیم را به ایلیا تغییر دادند و ورود یهودیان به اورشلیم را به جز یک روز در سال ممنوع کردند. اورشلیم به سبب سیاست و رفتار رومی ها رفته رفته به یک شهر مسیحی تبدیل شد در سده چهارم، یعنی سالهای 400 میلادی. کلیسای مقبره مقدس در اورشلیم ساخته شد و آثار تاریخی به دست آمده نشان می‌دهد که اورشلیم تا پیدایش اسلام یک شهر مسیحی باقی ماند. در قرن ششم میلادی در جنگ‌های میان امپراتوری ایران و روم، اورشلیم چند بار به دست هر یک از این دو امپراتوری افتاد و فرمانروایان اورشلیم میان ایران و روم تغییر نمودند. در سال 610 میلادی در جزیره العرب، محمد با شنیدن صدا در غار که فریاد میزد اقرب اسم ربک الذی خلق، به پیامبری مبعوث شد. مردم مکه او را به عنوان پیامبر نمیپذیرفتند و او در درازای 13 سالی که در مکه مردم را به توحید دعوت میکرد، تنها 75 تن حرفای او را باور نمودند. در سال 621 میلادی صلی الله علیه وسلم هنوز در مکه بود و مردم مکه از او برای اثبات پیامبری معجزه میخواستند. صلی الله علیه وسلم به این فکر افتادند که با یک تیر به دو هدف دست یابند، هم ثابت نماید که الله اسلام را جایگزین یهودیت و مسیحیت نموده است و همین که معجزه‌ای که مردم طلب آن را میکنند را جامعه عمل بپوشانند تا بدین وسیله در بنبست پیامبری ایشان گشایشی روی دهد. معجزه‌ای که صلی الله علیه و سلم با کمک الله در این سال انجام میدهند یکی از رویدادهایی است که در تاریخ خونبار اسلام سبب کشتارهای بزرگ بوده و در آینده هم خواهد بود. توضیحی در حاشیه ولی در پیوند با همین رویداد، الله برای اینکه ثابت نماید اسلام برتر از یهودیت و مسیحیت است و دنیا باید تا ابدیت از صلی الله علیه و سلم پیروی نماید، شبانه بدون آنکه کسی متوجه شود، الاغ بالداری را از آسمان هفتم به بیت محمد میفرستد. از آریا جان خواهش میکنم ایمیل شماره 4 سه فرتور داره که اون سه عکس رو یا سه فرتور رو خواهش میکنم نشان بدید. الاغ بالداری از آسمان هفتم به بیت محمد میفرستد و ایشان هم بدون آن که کسی متوجه شود بسیار آرام و بدون سر و صدا سوار الاغ بالدار میشوند. الاغ خود را به صلی الله علیه و سلم معرفی میکند و میگوید نام من براق است و الله جی پی اس مرا روی اورشلیم و درست روی سنگ معبد یهودیان تنظیم نموده است، یعنی قطرنما هم بهش داده است، و از آنجا هم به سوی آسمان هفتم نزد الله خواهیم رفت. بله، هواپیمای شرکت هواپیمایی در لیبی هم هست که فرتورش را دیدید، نامش البراق است، یعنی همه الاغ بالدار محمد. در احادیث بسیار معتبر شیعی و سنی آمده است که براق دارای موهای سفید و بسیار زیبا و صورتش شبیه زنان بهشتی بوده است. دیدید که فرتورها را، یک خانم خوشگلی است که بال دارد و الاغ هم هست و محمد عبدالله هم
روی او سوار شده است و به پرواز در آمده است. آقای دکتر مسلمان در قرن 21 هم همین که دیدید میگفت بله باور دارم الاغ بالدار را. احادیث معتبر که هیچ انسانی نمیتواند درباره صحت آنها تردید کند میگویند که هر قدم براق از افق تا افق است، بدین معنا که الاغ در فضا قدم میزند و هر قدم او نزدیک به 100 کیلومتر است. الله بخواهد میشود دیگر. البته اخیراً دانشمندان اسلام با این پرسش روبرو شدند که صلی الله علیه و سلم چگونه روی الاغی که با این سرعت سرسام‌آور در آسمان قدم میزند نشسته بوده است و اکسیژن از کجا آورده است و مشکل کمبود فشار هوا را چگونه حل نموده است. و پس از طرح این پرسش ها از طرف کفار بی دین و بی عقل و منطق مانند همون دو نابغه که دیدید کلیپ هایش را، کفار بی دین و بی عقل و نادان و بی سواد و اینها، مثلا استیون هاپکینز و ریچارد داکینز، مثلا این کفار بی سواد و نادان. پس از طرح این پرسش از طرف کفار بی دین و بی عقل و منطق، مراکز علمی اسلامی بلا فاصله برای پیدا نمودن پاسخ دندان شکن و علمی که هیچ کافری نتواند بر درستی آن شک کند، وارد کاوش‌های علمی شدند و پس از چند هفته تحقیقات در این زمینه به این نتیجه رسیدند که صلی الله علیه و سلم میبایست وارد شکم براق شده باشند و این شکمبه الاغ بوده است که صلی الله علیه و سلم را از کمبود اکسیژن و مشکل فشار هوا و پرت نشدن ایشان از روی براق که با چنین سرعتی پرواز می کرده است محافظت نموده است. جرأت دارید؟ بگویید نمی شود اگه جرأت دارید. و این نشان می دهد که صلی الله علیه و سلم می بایست از در عقب وارد براق شده باشد، راه دیگری که نبوده است. در عقب صندلی جلو. به هر روی براق در یک چشم به هم زدن و بدون هیچ دشواری صلی الله علیه و سلم را به اورشلیم آورده باید اونجا ببرد و سپس آن بزرگوار را دوباره از در عقب وارد شکمبه خود نموده و از روی سنگ باقی مانده از معبد یهودیان به آسمان هفتم برده، در آنجا رفته است با الاغ صاحب شده است، گفته است ما دست زدیم اینجا مال ماست، برگشت از رفته است و اکنون دیگر مولانا هست. میگویید نه بروید با ثابت کنید در فلسطین و پیش سید علی مفعول و سلطان حجاز و همه سربرها داعش این آن همه. بله، به هر روی براق در یک چشم به هم زدن و بدون هیچ دشواری صلی الله علیه وسلم را به اورشلیم آورده، سپس آن بزرگوار را دوباره از درب عقب وارد شکمبه خود نموده و از روی سنگ باقی مانده از معبد یهودیان به آسمان هفتم برده، برای خروج از جو که به آسمان هفتم برسد حتی آتش نگرفته است، نه خودش نه براقش. و پس از دیدار با الله و چانه زدن برای دفعات صلات و چند بار رفت آمد میان آسمان هفتم و ششم و پنجم، محمد و الله موافقت میکنند که همان پنج بار نماز که زرتشتیان میخوانند، گبران، آتش پرستان، مجوسان، برای مسلمانان هم خوب است آنها پنج بار دلا راست بشوند. سپس الاغ بالدار صلی الله علیه و سلم را دوباره آهسته و بی سر و صدا بدون آنکه عایشه و کس دیگری از خواب بیدار شود در بغل عایشه میگذارد و ناپدید میشود. عجب هم رفته است و برگشته است، نه آتش گرفته است نه دود شده است. ساینس است دیگه، ساینس همه از قرآن بود، از کفار دزدیدند آوردند. روز بعد صلی الله علیه و سلم ادعا می کند که دیشب معجزه روی داده است، یعنی معجزه می خواستید این معجزه، و جریان پرواز شبانه را شرح می دهد. کفار قریش که در آن زمان کامن سنس آنها بهتر از ژورنالیست های امروزی بود،
به صلی الله علیه و سلم میخندند و میگویند معجزه باید در حضور ناباوران و در جلوی چشمان آنان انجام شود، نه در شب که همه خوابیدند. از آن گذشته اگر هم معجزه از نوعی است که باید در شب انجام شود، باید قبلا به همه آگاهی داده شود که بیدار بمانند و معجزه را با چشمان خود ببینند. هدف از معجزه برای هدایت ناباوران است. بهتر و بسیار مؤثرتر می بود اگر صلی الله علیه و سلم در حضور همه ناباوران همینجا بالای سر ما پشت براق یک چرخی در آسمان می زدند و همه این معجزه را با چشمان خود می دیدند که البته صلی الله علیه و سلم از این عقل و منطق کفار قریش بسیار خشمگین می شوند. حتی تا خشمگین هم می شدند اگر همان درجا نمی توانستند دستور سربری بدهند، چون هنوز شمشیرشان خیلی تیز نبود و به مدینه وارد نشده بودند و این حرفا خیلی حرفای قشنگ قشنگ و ملایم می زدن. به کسانی که یک کامن سنسی به گفته کوشای ما داشتند یک لقب ابو جهل هم می دادند. هر کسی چرندیاتشان را نمی پذیرفت. سر فرصت هم دستور بیداد سرش را ببرند و بزرگترین تروریست تاریخ محمد بوده است. همه مخالفانش را داده است ترور کردند. در خواب و بیداری و با کاروان و در بیابان و هر جا. پس از این رویداد آسمانی اوضاع صلی الله علیه و سلم در مکه بدتر از گذشته می شود و سرانجام در سال بعد مجبور فرار به مدینه می شود. بعد فرار به مدینه ایشان می شود سرآغاز گاه شمار ایران دست کم 6000 ساله. هنوز هم رسانه های خیلی ایرانی، خیلی مبارز، خیلی ملی، همان گاه شمار شرماور و ننگین از تازیان و فرار این جنایتکار از دهکورهی به دهکوره دیگر در حجاز برای سال ایرانی به کار ببرند. به ویژه خلقی ها یک سال پس از فرار صلی الله علیه و سلم و آغاز درگیری ها با قبائل یهودی مدینه، الله و محمد متوجه شدند که صلات به جا آوردن به سوی اورشلیم کاری بیهوده است و این یهودیان و مسیحیان تار و مار شده هرگز مسلمان نخواهند شد. و با این محاسبه ملکوتی و روحانی، الله در یک آیه بی‌نظیر که هیچ انسانی نمیتواند مشابه آن را بسازد و از نظر ادبی هم بی‌نظیر است، در سال 624 میلادی دستور دادند که مسلمانان قبله را از اورشلیم به مکه تغییر دهند. در سال 636 میلادی در زمان خلافت عمر ابن خطاب، گور به گور آتش گرفته، نابود کننده ایران، مسلمانان اورشلیم را پس از 6 ماه محاصره فتح نمودند. جیش الاسلام بیدرنگ در محوطه تمپل ماونت صلات به جا آوردند و نام اورشلیم را که در آن زمان رومی ها آن را الیا می خواندند به بیت المقدس و نام و محوطه معبد یهودیان را به حرم الشریف تغییر دادند. مانند ترکان یریچری خونخوار عثمانی مسلمان و پاشاها و دارای بزرگترین لبادخانه ها که حرمسراهای پر از پسر بچه بود، حالا غیر از بردگان حرمسراهایشان پر از زن بود، پسر بچه ها، این ترکان یریچری عثمانی. پس از به دست آوردن شهری که اکنون نامش را استانبول گذاشتن، یعنی کانستانتینوپل، مرکز روم شرقی بیزانس، با آن کلیسای بزرگ صوفیا، خرچنگ قورباغه‌های عربی سربری نجس بر روی آن حک کردند و شده از بزرگترین مسجد افتخار آفرین مسلمانان در استانبول. اسلام همینه است. حالا مسیحیان بروند بگویند اینجا کلیسای ماست، همه هم گوشت و گوشت سر می‌برند، مخصوصا که اکنون اخوان المسلمین اردوغان در آنجاست. بله، معبد محوطه معبد یهودیان حرم و شریف
در سال 691 میلادی در زمان خلیفه بنی امیه عبدالمالک، مسلمانان بر روی صخره یکی از باقی مانده های معبد یهودیان است و همان سنگی است که براق صلی الله علیه و سلم را از آنجا به آسمان برده است، ساختمان 8 گوشه‌ای با گنبد طلایی ساختند. فرتورها را که دیدن گنبد طلایی، این ساختمان که با گنبد طلایی و کاشیکاری در تصویرهای اورشلیم همواره نمایان است، در لسان عرب به آن قبة الصخره میگویند و در زبان انگلیسی آن را دام آف راک مینامند. برخلاف آنچه اکثر مسلمانان گمان میکنند، این مکان مسجد نیست، بلکه بنایی است که مسلمانان برای نشان دادن مالکیت اسلام بر سنگ مقدس بازمانده از پرستشگاه یهودیان بر روی آن ساختند. بدین معنا که پس از آمدن اسلام، الله کنترل سنگ را از یهودیت گرفته و به اسلام داده است و این خود نشانه دیگری از مقدس شدن سنگ در فرهنگ جزیره العرب است که آن را در سنگ سیاه خانه کعبه هم نشان دادند. در سال 1099 میلادی جنگجویان داوطلب مسیحی برای آزادی اورشلیم زیر نام صلیبی ها یعنی کروسیدرز، در نبردهای بسیار خونین که به جنگ های صلیبی معروف است، توانستند اورشلیم را از حکومت اسلامی آزاد نموده، دام آف در راک را به کلیسا تبدیل کردند. 81 سال پس از فتح اورشلیم به دست جنگجویان صلیبی، مسلمانان به فرماندهی صلاح الدین ایوبی از کردهای سوریه در یک سری کشتارهای خونین دیگر دوباره اورشلیم را از مسیحیان باز پس گرفتند و قبة الصخره را بازسازی نمودند. در دوران خلفای عثمانی محوطه حرم الشریف تمپل ماونت گسترده تر شد. عثمانی های عزیز آمدن، مسلمانان نازنین ینیچری آدم خار، و بنای کنونی قبة الصخره که گنبد طلایی دارد و در تصویرهای اورشلیم همیشه دیده می شود، در زمان سلیمان پاشا سلطان عثمانی با کاشیکاری هایی که آیات سورة المعراج در باری سفر فضایی شبانه صلی الله علیه و سلم بر روی الاغ باردار به اورشلیم با نفسوده شد. تا می نویسن این خرچه و گربه های سربوری قرآن را بران می نویسند، هر جا را بگیرند. در دیوار بازمانده از دوران رومی ها که به دور محدوده قدیمی شهر کشیده شده است، دروازه وجود دارد به نام دروازه طلایی که در باور مسیحیان مسیح در هنگام ظهور از آن دروازه وارد اورشلیم خواهد شد. به دستور سلیمان پاشا خلیفه و سلطان اسلام در سال 1541 میلادی این دروازه را با سنگ پر نمودی. این احترام اسلام است به ادیان دیگر را همش بگویند احترام می‌گذارد، احترام می‌گذارد. با سنگ پر نموده و بستند تا به مسیحیان نشان دهند کنترل باز و بسته بودن دروازه در اختیار اسلام است. بخش بزرگی از خونریزی های گذشته و اکنون به سبب رفتار بی ادبانه و غیر انسانی و اهریمنی الله و صلی الله علیه و سلم و خلفای اسلام در پیوند با مکانهای مقدس پیروان ادیان دیگر است و این روش اهریمنی اسلامی همواره سبب خونریزی های بزرگ بوده و خواهد بود. تا اسلام اهریمنی است خواهد بود. میبینید که خود را منفجر می کنند که بکشند مال دزدی از آن دیگران را از آن خود می دانند. ایران اکنون از آن آنان است، هر جایی را گرفته از اسلام و همه امت واحده محمد هست. از آریا جان خواهش میکنم، آریا نازنینم، با کلیپ شماره 4 با ایمیل 4 کلیپی همراه هست. همیهنانم این کلیپ را کوتاه هست، با هم میبینیم 1 دقیقه و اندیست.
کوشای نازنین هم نوشتن مسلمانان در محوطه تمپل مانت در اورشلیم بر دیوار بازمانده از پرستشگاه یهودیان میخی به دیوار کوبیدند و ادعا میکنند که این محلی است که صلی الله علیه و سلم میخ افسار براق را کوبیده بودند. احترامشان به ادیان ابراهیمی است به قول خودشان. مسجدی هم ساختن به نام مسجد براق. شرکت هواپیمایی در لیبی هست به نام البراق، دیدی تصویرش را که در این ویدیو را نشان داد. آقای دکتر هم داشت در مناظره میگفت بله قبول میکنیم که سوار براق شده است و گشت زده است در آسمان ها. مسجد براق که در این ویدیو آن را نشان میدهند نمونه ای از اوج حماقت بی ادبی در فرهنگ اسلامی است. تازه خیال میکنن بدیان دیگر هم احترام میگذارن. احترام که میگذارن، محترمانه گوش تا گوش سر میبرند. احترام است. احترام در اسلام یعنی سر بریدن. عدل در اسلام یعنی آدم کشی، دزدی و زورگویی. فساد، آن چیزی را که فساد میگن، یعنی آزادی گزینش انسانها، آزادی اندیشه، آزادی بیان، نامش فساد است. تن فروشی، صیغه نرینه ها شدن، جهاد نکاح، تجاوز جنسی به کودکان، به پسر، به دختر، پاکدامانی عفت است و عفت خانه اسلامی یکی پس از دیگری گشوده میشود. اسلام همین است. پتیار اهرمن همین است. همه چیز وارونه میشود، میشود اخیمن. در لیبی یک شرکت هواپیمایی به نام براق ایرلاینز هست، دیدید تصویرش را. خب از آیا جان خواهش بکنم ایمیل 4 آن کلیپ رو پخش کنی تا هم میهنان میختویله براق را که در از روی احترام به ادیان دیگر در مکان مقدس یهودیان کوبیدن که بگوین اینجا از آن ماست و از آن اولاغ محمد عبدالله که پرواز کرده است و اینجا از آن ماست، با هم ببینیم این کلیپ رو هم میانانه. My friend, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أباظ محمد عليه الصلاة والسلام came back Mecca, Medina, number one here, the right from the Burak, and go out the dam of the rock and the go out from the gate and come back the brain, more apricot, Musa, Isa, no anything from the dam of the rock. I give it for you, dua lillahi ta'ala, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahman ar-rahim. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في من أعطيت واغفر واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقوى عليك وإنه لا يذل من ولا This is the place where they prayed the Burak. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. به حقیران هوادار حماس و جنایات اسلام و دشمنان اسرائیل که تنها کشور متمدن و حقوق بشری آن منطقه است و در میان آدمخواران گیر افتاده است، به آنها میگویم، به ویژه دانشگاه رفته ها و دکتر شده هایشان زن و مرد، بیضه‌داران اسلام، جاروکشان خمینی، دیدید این توهین را؟ میدانید این مسجد البراق الشریف در همان جایی است که اسرائیل است؟
اجازه میدن آن سربرها را دیدی با آن ریخت قیافه های ترسناک استفراغ آور مسلمان میروند در همانجا توهین به اسرائیل و مقدساتشان است. دست نزدند، آزادانه میروند آنجا، میخ طویله را آنجا کوبیدند، مسجدشان آنجاست، مسیحیان در آزادی هند، مسلمانان در آزادی هند. شرم که نمی کنید آورندگان خمینی؟ سپاسگزارم از بانو اشرف نازنین یار گرامی من که زادروز کوروش نازنین رو شاد باش گفتند و درازای زندگی با تندرستی و پایداری در راه ستیز با اهریمن اسلام تا آزادی رو براشون آرزو کردند. با درود به بانوی سنگر بیداری پری صفاری، راهتان پر ره رو باد، من مسلمان نیستم ایرانیم. درود بر بانو اشرف نازنین بزرگوار و دوست گرانمایه ما و همواره گفتم به وجود بانو اشرف نازنین و عزیزم همواره سرافرازم. سپاسگزارم و از سوی کوروش گرامی هم سپاسگزاری میکنم. حتما با خودشون صحبت کردین، خودشون هم سپاسگزاری کردن. آلبرت نازنین هم میهنمان که قبلا 100 دلار اعلام یاری کرده بودند، 100 دلار دیگر اعلام یاری کردند. با سپاس بی پایان از ایشان فرمودند با درود دیگر پیام قبلی من اشتباهی دریافت شد. منظور من این بود که باراک به عربی معنی براق میدهد، ولی باراک یا براق نام خری بوده است که محمد سوار آن شده و به دیدار الله رفته، با او شل زد خورده و برگشته و همین. من مسلمان نیستم ایرانیم. سپاسگزارم آلبرت نازنین، در هر حال پاینده باشید. از 200 دلار اعلام یاری و پشتیبانیتان در برنامه امروز سپاسگزاری میکنم. بی پایان سپاسگزارم از بانو کردی نازنین که به مناسبت زادروز کوروش نازنین 500 دلار اعلام یاری کردند، و سپاسگزارم از پیام مهرآمیز گرانمایه بانو اشرف عزیزم. خب همیانانم، من باید در واقع یک ارزیابی داشته باشم که در این دقایق مانده چه مطلبی رو میتونم بر بگذینم که تقریبا همه طولانی هستند و ما بله جستارها رو دارم و میگذاریم برای برنامه های بعدی. امیهران نازنین گرامی من، میدانید که در بوق و کرنا دمیدند از یکی دو روز پیش که جانیان و لواطکاران و رود فروشان گفتند یک پهپاد اسرائیلی را که برای جاسوسی آمده بوده است در بالای نتنز با موشک زده ایم و منفجرش کرده ایم و بعد لاشه و تکه هایی را هم نشان دادند و یک رود فروشی که شاید دوی اکابر هم ندارد و نشسته است و واژه هایی را به او آموختن که بگوید این و آن، که یعنی ما هم بله چیزهایی می دانیم و ال خواهیم کرد و بل خواهیم کرد و بنابراین اسرائیل به حریم ما تجاوز کرده است و ما هم از این بعد پس دستمان گشوده است در مسلح کردن تروریست های فلسطینی در غزه و حق هر گونه پاسخگویی را هم برای خود نگاه می‌داریم و از این ارعرهای مدل براقی محمدی فراوان. از اون سو هم که می‌دانید بعد از آن همه ویرانی در غزه که دست اسرائیل درد نکند، خسته نباشند اسرائیلیان، به راستی درود بر همه آنان تک تکشان که در برابر تروریسم و جنایت اسلامی ایستادند و در واقع تنها هم هستند، اما با خرد و دانشی که دارند، با میهن پرستی و اراده‌ای که دارند، با شناختی که از تاریخ و سرگذشتشان دارند، جانانه ایستادند در برابر این حیوانات زورگوی غارتگر اشغالگر
و بستانکار، اما آنها بر روی جنازه 2000 و اندی و ویرانی شگفت‌انگیز بخش‌های بزرگ شهرهایشان شکلات پخش می‌کنند و جیغ می‌زنند و مانند چیتا بالا و پای می‌پرند ما پیروز شده‌ایم بر اسرائیلیان. پهپاد سرنگون شده متعلق به اسرائیل در منطقه نتنز توانسته بود از سد سامانه‌های پدافندی قرارگاه خاتم الانبیا از پادگان‌های اعراب در ایران و نیروی هوا فضای سپاه گذشته و وارد آسمان ایران شود. سایت دفاع پرس این پهپاد را از پرنده‌های بدون سرنشینی معرفی کرده که توسط رادارهای معمولی برد بلند قابل رهگیری نیستند. این سایت نوشته این پرنده‌ها را فقط رادارهای خاص و برد کوتاه در شرایطی خاص که تقریبا نزدیک به محال است می‌توانند شناسایی رهگیری کنند. حالا اینها را برای چه می‌گویند؟ که توضیح ندهند که اسرائیل آمده است و مطمئن باشید این نخستین بارش هم نیست، اگر واقعی باشد و این پهپاد را زده باشند، آمده است تا قلب ایران بالای نتنز. ارتش ظفرنمون سربر جرار اعراب اشغالگر در ایران، یعنی سپاه پاسداران جنایت اسلام، با آن همه ادعا و دم و دستگاه نفهمیدند. حالا باید بگویند رادارها اینجوری هست و رادارها اونجوری هست و این سایت افسوده، اما به دلیل حرکت پهپاد به سمت منطقه هسته‌ای نتنز و حساسیت بالای منطقه، آنها از این موضوع منصرف و مجبور شدن آن را با شلیک موشک سرنگون، یعنی میخواسته ایمان را بنشانیم اما چون خیلی منطقه خطرناکی است و بالای نتنز و این هست و آن هست و اتم و هسته و حق مسلم ماست، با موشک زده ایم. پهپاد اسرائیلی که فرماندهان سپاه را از نوع هرمس اعلام کردند، دو روز پیش در منطقه هسته نتنز سرنگون شده. مقام های اسرائیلی تا کنون به این خبر واکنشی نشان ندادند. همیهنی نوشتند یک دیدگاه، یکی از دیدگاه ها و کامنت ها، قطعات به جامانده از این پهپاد ثابت می کند که یک، به هیچ عنوان توسط موشک سرنگون نشده است، بلکه توسط آتش تیروار ضد هوایی به طور شانسی بعد از اینکه با چشم غیر مسلح رویت شده مورد اصابت قرار گرفته است. چون اگر توسط موشک مورد اصابت قرار می گرفت باید به کلان داغون می شد. دو، اسرائیل عمدن این پهپاد را به عنوان تومه به ارتفاع پایین سوق داده است تا با سقوط آن رژیم را در دام بیاندازد و از این موضوع بهره برداری نماید که ماحصل آن دو اتفاق مهم زیر می تواند باشد: الف، واکنش هیستریک کفداران خونخوار اسلامی و اثبات مخفی کاری های رژیم ایران به جهانیان و خلاصه خرابتر شدن اوضاع به ضرر کامل رژیم اشغالگر ایران. ب، به بن‌بست کشاندن سریع مذاکرات و ورود به فاز جدید، یعنی اجرای گزینه های روی میز و بسیاری گمان زنی های دیگر. و در هر حال پهپاد بدون سرنشین را با تیروار یا با هرچه، شاید هم با تیرکمون‌های براقی پایین انداختن، پیروز شدن و صهیونیست دستشان این جلادان و شمشیر محمدیشان تنها بر گردن و جان و روان و زندگی ایرانیان است. دیپلمات ارشد، یعنی یکی از این جانیان غلام بچه سید علی رهبر مفعول دزد خونریز خلیفه شیعه که معاون آن یکی غلام بچه که به او وزیر امور خارجه میگویند ظریف، در جده با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان دیدار و گفتگو کردن و چقدر شادمانی کردن رافضی ها.
اشغالگران میهن ما. حال جنگ شیعه و سنی نیابتی را که گروه های مزدور این یکی ها از این سو و گروه های مزدور سلطان حجاز از آن سو و پول قطر نجاست کثافت از آن سو و همه به جای خود شادمانن مفتخر شدن که سلطان حجاز اجازه داده است یکی از این غلام بچه های تازیان برود آنجا و اینها هم گفتن خیلی گفتگوهای جالب و خوبی داشتیم و تحکیم روابط را آقای حسن کفدار بنفش با کشورهای همسایه که خیلی تاکید کرده بودند و در واقع با شادمانی از این سفر یاد می‌کنند. غلام بچه امیر عبداللهیان برای این رفته است پابوسه اربابان حجازشان که نگران از پیشروی های جهادی های افراطی گروه دولت اسلامی یعنی داعش در عراق هستن و میخواهند با هم همکاری کنن برای متوقف کردن همانانی که خودشان پدرخوانده تولیدشان است، هم دینهایشان، هم قرآنهایشان، هم پیامبرشان، هم فرهنگشان، همه باورمند به قرآن جنایتنامه که همه مو به مو آنچه که در آن جنایتنامه است، آنچه که از زندگی قدیسان شعبه شیعی و شعبه سنی و تا عثمانی های خونخوار شمشیردار محمدی، همه به آن باور دارن و مو به مو اجرا کرده است داعش. خب همیهنان نازنین، ما زمان آنچنانی نداریم و از آریا خواهش میکنم. آریا جان پس از بدرود من کلیپ شماره 5 را، چند کلیپ دیگر هم هست که ویژه برای این برنامه برگزیده بودم اما مشروبختانه زمان نداریم و مطالب بسیار میگذاریم برای برنامه آدینه. شماره 5 را پس از بدرود من پخش کنید. همیهنانم، کوتاهی از سوی جهان متمدن معروف به غرب به وجود آورندگان همین جنایت در از 35-6 سال پیش به این سو در جهان و سیر سعودی و گسترش باور نکردنیه جنایت اسلام در جهان روز افزون و این پولیتیکال کورکتنسی که گریبان اینان را گرفته است. کلیپی را که در پایان خواهیم دید، نیویورک تایمز از جانوری که در فیلم خواهید دید به عنوان مسلمان میان رو و همچنین از مادرت اسلام اسلام میانه رو، همین حسن کفتار بنفش هم جزو این گروه هست مادره ترین هم، این کلیپ را ببینید تا فاجعه ای را که در جریان است بدانیم چیست و باید هر انسان متعهد باورمند به همه ارزش های نیک انسانی چرا و چگونه باید در برابر این فجایع بایستد و با راستی و آشکارا نام جنایت و جنایتکاران اصلی را ببرد، به ویژه دولت ها، تصمیم گیرنده ها،
خب پس آریا جان شماره 5 رو پس از بدرود من پخش کنی. با سپاس از بانو آلبرت، کتبان آلبرت عزیزم، بانو اشرف نازنینم و بانو کردی گرامی و نازنین. جاوید ایران، پاینده ایران، زنده باد ایران، بیدار پایدار.